درود دوستان گرامی، در این قسمت گرداتش یه مهمون عزیز داریم، محمد بنی اسد، و اسم مستعارش هم هست استمد دویام. خب اول از همینجا شروع بکنیم، قبل از اینکه وارد بحث بشیم اصلا بگیم موضوع چیه. معمولا که البته اینو بگم که خیلی آنچنان موضوعی ندارم، دوست دارم که در مورد هر چیزی که بحثش پیش اومد صحبت بکنیم. در مورد اسم مستعارت بگو که جریان استمد دویوم چیه، که من حتی تو خوندنش هم مشکل داشتم، فقط دویومش مطمئن بودم که دویومه، حالا شاید همونم نباشه. سلام جونم، برات بگی که نمیدونم دقیقا، یادم نمیاد که چرا تصمیم گرفتم یه نیکنیم یه چیزی درست کنم که از اون استفاده کنم. با عنوان فکر کنم هندل توییتر بود، چون دوست نداشتم نام و خانوادگیم هندل توییتر باشه. بعد دوست داشتم از یه چیزی استفاده کنم که برای خودم احترام داره، یعنی نه اینکه من خودم رو به اون وصل کنم که برای من احترام بیاره. نمیدونم چه جوری بگم الان، برای دقیقا گفتنش یکم سخت، ولی خلاصش اینه که من پدربزرگم رو خیلی دوست دارم و ایشون اسمش محمده، استاد خیاط بوده، بهش میگفتن تو محله ما، مکان ما بهش گفتن استاد محمد استمد، و منم چون خیلی دوستش داشتم خودم رو مثلا خواستم نسخه دوم اونجا بزنم، چون خیلی اتریبیوت های اخلاقی خیلی خوبی داشت پدربزرگم، داره هنوز هم هست، خدا نگهش داره. برای همین گذاشتم استمد دویوم، یا تلفظ دقیقش میشه دویوم با اوی املات، ولی خب پس ما ترکیه. آره دویوم. نه 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 نه، اون سمت خراسان ما دو تا املات رو داریم، اون دهات ما هست، او هست، مثلا دارن گاو میشه گو، اما اون جایی که توش آتیش میریزن مثل تنوره ولی تنور نیست، روش دیگ میذارن میشه گو. آره ما توی محلمون گو رو داریم، گاو گو، ولی اون کلمه رو نداریم، ولی فکر میکنم اون تلفظ گو، نمیدونم، کم سخت این... واسم که باد. من یادم این تلفظ رو نداریم. همون موقعی که رفتم یه مدت کوتاهی تو منطقه غرب کشور زندگی کردم، بعد دوستای زنجانی میخواستن بهم این تلفظ اوه املات رو، املات رو که میگم این آلمانیشه، نمیدونم آلمانی یا کشور دیگه بهش میگن املات، این حروفی که بالاش دوتا نقطه داره، میخواستن تلفظ املات رو بهم بگن. دارن همون دفعه اول که گفتم این متعجب شده بود که تو فارسی ولی چه این راحت تلفظ میگی، طبیعیه که میگه همه اینجوری صحبت نمیکنم. ولی خب این یه موضوع زبانشناختی جالبه، من یکم در این مورد دانشگاه خوندم، خیلی جذابه این که زبان اینجوری منتقل میشه که تو بعد از حدود سن 2 سالگیت نه تنها نمیتونی اینا رو بگی بهش بگی به راحتی، بلکه توانای شنیدنش هم از دست میدی. یکم طول میکشه تا توانای شنیدنش از دست بدی، ولی یه آزمایشی هایی داشت، حالا اگر دوست داشتی میریم اون سمت در مورد شناخت اینو صحبت بکنیم، دوست دارم. آره این اسم من بود. حالا تو بگو که اصلا چرا تصمیم گرفتی با من صحبت کنی؟ من فکر کنم یه بار بهم گفتی، گفتم یا من به دردتون نمیخورم، با زیا هم که صحبت کرده بودی، بعید میدونم چیزی من بتونم بگم که زیا نگفته باشه، ولی خب در خدمتیم. خب یه چیزی که یکم حافظت ضعیفه، چون که من خیلی قطعاً قبل از اینکه زیا رو بشناسم اول تو رو شناختم. بعد چه جوری بود؟ من خیلی پادکست گوش کن هستم، یعنی اصلا به طرز وحشتناک معتادم به پادکست، و یکی از پادکست هایی که برای تقویت زبان آلمانیم گوش می دادم پادکست آینون سوانسیش بود، و اونم خب باهات مصاحبه کرده بود در گیگی بزرگ و دوستان. پس خوب می دونی که آلمانیم خیلی افتضاحه و هر حال آلمانیت واقعا خیلی از من بهتره، اینو بگم. خیلی راحت میتونستی باشون ارتباط برقرار بکنی و حرفاتو بگی، خیلی بود. من به اون روانی نمیتونم آلمانی صحبت بکنم. البته درگیگی نبودا، درگیگی من صحبت نمیکنه، فکر کنم زیاد بین اون
اون من رپت فکر کردم باکس بود صدای و درگیگی هم توش بود. خب نه یکی از اسم فب ده فاکس، یکی آها دیگه هم اون دوست دیگه همونه که پادکست سایت گلد اون ویرچ شفتو داره تازگی، یا نمیدونم اون پادکستش بذار گوش من این کردی یا نه. سایت گلد، پس من این اسم نه اونو گوش نکردم، من فقط همین یه دونه رو گوش کردم. از معدود پادکست های آلمانی هست که گوش میکنم. قبلا یکی بود در مورد تغذیه بود، توی فاز خودمون بود، یعنی فاز خودم، و اونو دنبال میکردم، ولی خب کیفیت اینا کار اینا خیلی بهتر و خیلی فازشون رو بیشتر دوست دارم، چون دیگه خب دیگه فاز بیت کوینی هم خود آشنا هستی و احتمالا همین که دوتا مون به بیت کوین علاقه داریم یه سری اشتراکات همین جوری میاد بالا. خلاصه من از اونجا بود که باهات آشنا شدم، بهت پیام دادم، گفتی که بذار بیشتر هوا بشناسیم، حالا انگار مثلا قرار بوده عقد ازدواج ببندیم و اینا. بعد یه مدت گذشت توی گروه، آها یه بار پیام اشتباهی به هم دادی، بعد من نمیدونستم که این پیام به چه مناسبتی خون اومد، من گفتم اخیرا توی گروهتم پیامی نذاشته بودم و بعد یک کوچولو در مورد همون باید صحبت کردم، یعنی حالا به هر حال موضوعی بود که علاقه داشتم بهش، ولی نمیدونم که چجوری شدی هو اون از کجا اومد. بعد خلاص اینم یکی دیگه از خطاهایی که زدی، و یکی دیگه هم این که یه بار فکر میکنم در مورد زیا صحبت کردم، گفتم زیا خیلی کارش درسته، یا شاید هم قبل از اون بود، تا هم گفتی تو هم خیلی کار درسته و پادکست تو گوش کردم و اینا، گفتم آخر گوش کردی، بعد فهمیدم که من باز اشتباه گرفتی. اونو با زوروان با پادکست تو گرد آتش با زوروان اشتباه گرفته، زوروان. من موقع فکر میکنم پادکست زوروان رو میخواستم بگیم دیگه شرمنده. ولی به هر حال من اونو به خودم گرفتم، یعنی گفتی کار درسته، من اونو پذیرفتم، دست در نکنید گفتی کارم درسته. با وجودی که حالا منظورت به زوربان بود، به قول اینا گرنه، گرنه به قول انگلیسی ها compliment accepted. بعد خب اینجا این در مورد شکایت من در مورد حافظه تو، و خب خیلی خوشحالم که اومدی. ممنون. و دیروز تاریخ مصاحبه رو به هم گفتی، حقیقتش وقت این که روی تو به تنهایی ریسرچ بکنم نداشتم، ولی خب چیزها برعکس تو حافظم خوبه. یه چیزایی از همون مصاحبه‌ای که با فاب داشتی یادم میاد، به هر حال کلن از همون موقع یادم بود که چه چیزایی گفتی عموما، و همچنین خب هر از گاهی پستاتو میدیدم، کلیات خط فکری تو میدونم، دیشب توی راه کلاس جوجیتسو که بودم به پادکست به لایوت ملحق شدم، آخرشم سلامی به ما کردی. به هر حال یه سری سوالات هم هست که توی مدتی که حالا تصمیم داشتم باید مصاحبه بکنم نوشتم. در خدمت قربانت، از اینجا شروع بکن که کی هستی؟ از کجا آمده ای؟ چی خوندی؟ برای شنوندگانی که نمیشناسند یه توضیح اجمالی بده، اگر هم اجمالی نبود طولانی دیدی شد مشکلی نداره. من محمد بنی اسد هستم، از بودوک شد زاده خراسان جنوبی هم و بزرگ شده خراسان به طور کلی، خیلی شهرهای مختلف تو ایران بودم به هر حال. بعد از هنرستان کامپیوتر میخونم، یعنی من هنرستان شروع کردم، بعد کاردانی کارشناسی و کارشناسی ارشدم هم تو آلمان تموم کردم. سال 2012 یا 13 اولین بار کلمه بیت کوین به مدت یک دقیقه به گوشم خورد و مهدی فامیلیش یادم رفت، حالا یکی از همکاران بود، مهدی بهم گفت یه چیزی وجود داره اسم بیت کوین، پولی که قابل کنترل نیست، و منم اولین حرفی که زدم این بود که اگر پول قابل کنترل نیست میشه انتخابات غیر قابل کنترل هم داشت.
و خب اون موقع ها بود، نمیدونم یه مدتی بعد از 88 اینا بود، یه مقداری کلمه میشه داغتر بود. 5 سال بعد از 88، چون 2008 بود اون انتخاب، یه مقداری انتصاب. کلمون داغ بود و دنبال این، البته من همیشه کلم به قرمه سبزی سیاسی زیاد میداده، ولی خب الان کمتر شد و برام علاقه مندی همونجا ایجاد شد، ولی خب دنبالش نرفتم. گذشت و گذشت تا بعدها رفتم اومدم آلمان و مثلا کارشناسی ارشدم 2014 اینا شروع کردم، 2016-17 داشتم میرفتم برای پایان نامه که گفتم خب میخوام بشینیم یه چیزی تحقیق کنیم، یه چیزی پیدا کنم که علاقه من باشم. ولی خب متاسفانه اون موقع خیلی هایپ شده بود، ولی هایپ هنوز به دانشگاه نرسیده بود، هایپ هنوز هایپ اقتصادی بود. برای خیلی سعی کردم یه استاد مناسب پیدا کنم، آخرش هم استادا با کلی قور و قور که باشه ولی انتخابات نباشه، اینجوری که من میگم باشه و اینا، گفتن باشه. من خارجم یک سوپروایزر عجیب بهمون دادن که اصلا نمیدونست چی کار میخواد بکنه. به هر حال توی مؤسسه فرانهوفر نوشتم اینو، پایان نامه‌مو. و شروع نوشتن پایان نامه هم اینجوری بود که یکی از، چون میگی که حافظت بده، یکی از اتفاقایی که من برام میدونم اینه که موقعی که یه چیزی برای دیگران توضیح میدم بیشتر تو ذهنم میمونه. و تصمیم گرفتم که خب حالا که حافظ پایان نامه رو دارم مینویسم، اینا رو تحقیقاتم رو رو کاغذ بیارم، توی جایی بنویسم که دو سه تا دوستان ببینن اینا. بعد یه کانال زدم و یه گروه. کانالش کانال زنجیره بود که اگر کسی برگرده فکر کنم اولین پستش درباره اینه که بیت کوین از یک اونس طلا گذشت، 1200 یورو شد، یعنی چنین چیزی. و خب ما اون موقع دانشجو بودم، پولم نداشتم بخرم، الانم خیلی آدم پولداری نیستم که بخرم، ولی خب نوشتم. و بعدش شروع کرده بودم مثلا 3-4 تا پست، اول پروف اف ورک چیه، پروف اف اسپیس چیه، پروف اف برن چیه، چند تای دیگه نمیدونم کوینای مختلف. یه دوره این که هر کسی که با بیت کوین آشنا میشه یه دوره داره که میگه که این هست، خب بهتر از این چیه، منطقی هم پس همه اینجوری هم فکر میکنم، یاهو هست پس یه چیزی بهتر از اون گوگل و اینا رو مثلا پیدا بکنیم، یه اینجور فازی رو برمیداریم. نه میکنم. آره یه جورایی مثل این فاز، با این تفاوت که دانش آدم کمه، یه مقداری برخورد مثل همین برخورد یاهو و گوگله، نمیدونی که مثلا بیت کوین یاهو و گوگل نیست، طول میکشه تا آدم بفهمه که از فضای تکنولوژیک بیفتی تو فضای پروتکل. پروتکل هم یه جور تکنولوژیه، ولی از ابزار مثل ابزار عادی نیست، ابزار پروتکل یه سری ابزار متفاوت. به هر حال من همین دوران خودم رو گذروندم، یه مدت در موردش مطالعه کردم. یادم علاقه من به بیت کوین انجی شده بودم، اون موقع اسمش بود بیت کوین نکست جنریشن. یه سیستم انتخاب بلاک پرودوسر داشت، نمیدونم رای گیری میکردن اینا، پروف اف استیک. از همون اول پروف اف استیک علاقه نداشتم، فکر میکنم که در مورد که سنترالایز میشد علاقه نداشتم. نمیدونم چطور شد، کجا شد که با یه آقای به اسم فراد آشنا شدم. فراد یه جورایی پیر راه بود برای من، بهم حالی کرد که یه چیزی به اسم اقتصاد وجود داره، مسئله مکتب شیکاگو داریم، مکتب چی داریم، مکتب اونی که دیگه چی بود، مکتب اتریشی داریم، مکتب غیر اتریشی داریم، یادم رفت متعارف چی بود اسمش. بعد گفت آره کینزیان، ولی اسم شهر بود، یک در مقابل شیکاگو نمیدونم، مکتب نیویورک یه اسم داره اون یکی دیگه، تو همون آمریکا اینو نمیدونم شیکاگویی ها بودن و یکی جاهای دیگه. حالا فرادم الان اگر بشنوه میگه که با من اینقدر برای این بشر حرف زد آخرش. اون موقع پایان نامه کمکم میکرد، کمک فکری اینجوری، من پایان نامه رو مینویسم در یه مورد دیگه ولی بنیانهای مطلب رو از فراد میگرفتم. در مورد فلسفه خروج برای من صحبت کرد، در مورد اگزیت فیلسفی که این سرنخهایی به من داد که من سرنخها رو که گرفتم خب یه نگاه فلسفی متفاوتی بهم داده بود برای این قضیه، با اکثر کسایی که اون موقع باشون در ارتباط بودم، نمیخوام بگم از بقیه سرتر بودم، نه اکثر کسایی که اون موقع در ارتباط بودم باهاشون نگاه این نگاه فلسفی رو نداشتن.
توی این جامعه آلمان، همون نگاه تکنولوژیکی و اینا رو داشتن. اون گروه رو که زدیم با هم، یعنی گروه، کانال زنجیره، کانال اونا رو می نوشتم اونجا، برداشت های خودم می نوشتم و گروه بود برای انتقال نظر. اون گروه شد سیمرغ که الان مثلا نمیدونم 2780 نفر جمعیت توی اون گروه هستن. و خب من همینجا خیلی تاکید بکنم، من اون گروه رو زدم ولی اون گروه رو من اون گروه نکردم. من استراتژی هم اول ریختم، گفتم که هر کی میاد تو این گروه، هر کی مطلب داره ادمینش میکنیم، بچه‌ها حس کنن گروه مال خودشونه. و اگر واقعا تلگرام این قابلیت رو میداشت که مثلا خودم رو حذف کنم از اونری این گروه، واقعا این گروه به مرتبه ای از بلوغ رسیده که اصلا نیاز به مثلا یه صاحب اصلی نداشته باشه. به هر حال اون گروه را افتاد و این کانال و همچنان پیش رفت و دو اتفاق همزمان افتاده بود. گروه منو تحریک میکرد که در این مورد بیشتر فکر کنم، یعنی سوال میشد، سوالایی که بیا انقلت مطرح میشد، تفکر مطرح میشد. از تک طرف گروه من میرفتم تو گروه، مثلا سوالی که برای خودم مطرح میشد وارد مغزم میشد، یه جایی چیزی تو مغزم جرقه میزد، این جرقه یه جایی رو میسوزون، آتیش درست میکرد، بعد این دودش من میتونستم از این خاکسترها یه چیزی برای خودم در بیارم، یه متنی، و اون متن رو منتقل میکردم تو کانال خودم. یعنی روند فهم و سیستم هم اینجوری بود، تو کانال مینوشتم از اون دیگه برمیداشتم. همین این اتفاقی که در طی این مدت افتاد. و خب الانم خیلی علاقه مند به بیت کوین و در واقع عدم تمرکز و اگزیت فیلسوفی و اینجور چیزها هستم. در مورد چیز گفتی؟ اینکه هر کدوممون یه دوره از این به اصطلاح شت کوین فیز رو داریم، دوره شت کوین دوست داشتن و. و همون موقع هم گفتی که پروف آف استیک رو دیدی که سنترالایزده. بیشتر در موردش صحبت میکنی، چون که همین الانم هم یه جوری پروف آف استیک رو دارن به عنوان جایگزین پروف آف ورک میخبولونن و به عنوان یه تکنولوژی برتر، در صورتی که باز مسئله همون مرکزیتی هست که رخ میده. یعنی ما الان پروف آف استیک رو داریم، بانک مرکزی همون پروف آف استیکه. در مورد ایرادات پروف آف استیک صحبت میکنه و اینکه کلن چرا آلت کوین ها یا به اصطلاح تخصص درشو به کار ببریم شیت کوین ها رو دنبالشون نیستی و اون پیر راهت اسمش فراز بود. فراز چی گفت که باعث شد از شیت کوین ها خارج بشی و چرا الان تمرکزت روی بیت کوینه؟ من برگردم به یکم قبلتر. من اولین باری که اسم بیت کوین رو شنیدم برام مسئله انتخابات مطرح شد. ببین برام مسئله عدم مشکلم این بود که اون موقع داشتم این فکر می‌کردم که مشکل اینه که مشکل انتخابات اینه که یک نهاد مرکزی داره و این نهاد مرکزی اگر فاسد بشود اون انتخابات به نتیجه نمیرسه، نتایج نهایی مورد نظر رو نداره. برای همین اصلا از همون اول دغدغه من غیر متمرکز کردن بود، نه بهتر کردن تکنولوژی. بعضی از دوستان دغدغه‌شون بهتر کردن تکنولوژی، میگن مثلا پول یه سری قابلیت‌های داره، ما می‌خوام بیشترش کنیم، می‌خوام اسمارت کانترکت داشته باشیم که بشه مثلا پول رو تبدیل کرد به کریپتو کیتیز، بعد کریپتو کیتیزا با هم چیت کنن، ازدواج کنن، بچه دار بشن، بچه‌هاشون چیت بکنه. و این من نمیگم خیلی چیز، اصلا هیچ وقت دغدغه من این نبوده، من دغدغه دیگه داشتم، برای یه چیز دیگه ای میخواستم این قضایا رو. و اون حرفی که در موردش اینکه چرا پروف آف استیک رو دوست ندارم، اصلا تو دغدغه من اصلا هیچ جا نمیشه، چون تو دغدغه ای که شما بحث داری میگی که من دارم تو دنبال عدم تمرکز میگردم در حالتی که سیستم بازیگران اصلی فاسد هستند، خطر فساد بازیگران اصلی وجود دارد.
این فرق داره با مثل موقعی میمونه که تو داری یه سیستم کامپیوتری طراحی میکنی ولی داری برای طوری زمانی طراحیش میکنی که خطر فساد ادمین سیستم وجود داره. این یکی از کارهایی که الان میکنن در همین مورد بلاکچین رو به عنوان اینتگریتی استفاده میکنن، به عنوان نمود اینتگریتی. یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنیم که اگر ادمین سیستم اومد دست برد تو سیستم ما بتونیم بفهمیم. این کاریه که مثلا این کار تکنولوژیکی که انجام میدن که بدون بلاکچینش مثلا با ورم تیپ انجام میشه. نمیدونم میدونی ورم تیپ چیه؟ نوار کاستا رو یادته؟ صداتم فکر کنم دیگه نه، میوتی. نوار کاست یه چیزی مثل نوار کاست در نظر بگیر، ولی هارد دیسک خیلی مثلا چند ده ترابایتیه. تو فقط اطلاعاتو میتونی روی این بنویسی و بخوای اطلاعاتو تغییر بدی باید این نوار رو بردن. اون قدیما نمیدونم نوار کاست داشتی یعنی خودکار میکردیم توش میچرخوندیم برمیگشت اول، باید اون کار رو تقریبا باش بکنی که بتونی برگردی اطلاعات قبلی رو از بین تغییر بدی. بنابراین یه جورایی میتونی بگی که اطلاعات اگر نوشتی روی ورم تیپ، اطلاعات اینتگریتی نسبتا قابل قبولی داره. این نسبتا قابل قبولی یه پاندورا باکسه که توجه نمی کنن خیلی ها بهش توی کسایی که مثلا علاقه من به پروف آف استیک هم. تو وقتی میگی از نظر شخص من دو حالت داری، یا میگی که ما حد اکثر اینتگریتی رو از طریق حد اکثر عدم تمرکز سعی میکنیم به دست بیاریم، یعنی به محض اینکه بفهمیم آقا میشه اول کار الف رو کرد توی بیت کوین، بگی بفهمیم کار الف رو میشه کرد که غیر متمرکزتر بشه اما نمی کنیمش، این یعنی اینکه ما وارد فضای دوم شدیم که یه سطحی از عدم تمرکز برای ما قابل قبوله. اما اگر یعنی یا 100% یا بین 99 تا 1%. حالا بعضی اون 1%ش میشه کامپیوتر خونگی خود تو خونه یا چه میدونم سرور آمازون، چه میدونم 80% 50%ش میشه اتریوم، 10%ش میشه سولانا، هرچ. این که برای تو چقدر این عدم تمرکز رو میتونی عوض بکنی. مثلا اینجاست از نظر من، شما یا رو بیت کوین روی 100% یا روی 99 تا 1%. بنا به کاری که میخوای بکنی میتونی بین 99 تا 1% انجام بدی. یعنی واقعا اگر دغدغت کریپتو کیتیه، خب چرا که نه، برو روی اتریوم، برو روی سولانا، برو روی EOS، برو روی هر سیستمی که دوست داری، چون واقعا دغدغه تو اون 100%ه رو نمیخواد. و بعدن در موردش نوشتم، یه جایی هم توی هم کانالم هم نوشتم، فکر کنم دنبال کلمه انرژی خورشیدی یا پیام رسان بگید توی کانالم، متنی در موردش نوشتم که چرا بلاکچین به درد این چیزا نمیخوره. نگاه هم اینه، هرچند شما میتونید یه چیزی دارم، یه پرانتزی دارم که در یه شرایطی توی یه کانتکسی به درد این چیزا میخوره، اما اون کانتکس یکم خاصه و بعدن در موردش یه بافتاری داریم. توی اون بافتار قانونیه، یعنی مثلا قانونگذار یه چیزی رو دردسر درست کرده و شما میتونی با بلاکچین بیای قانونگذار رو راضی میکنی، نمیای مشکل رو حل کنی ها، یه قانونگذار رو راضی میکنی. یه فرقی وجود داره بین این دوتا، اونو حالا بعدا میتونیم در موردش صحبت کنیم. ولی به طور کلی نگاه من اینجاست. بعد توی یه مورد اساسی مثل پول شما اون 100% رو میخوای، نه بین اون 99 تا 1% رو، چون پر ریسک ترین چیز کره خاکی پوله، بلا در کنار انرژی اتمی احتمالا، ولی پر ریسک ترین چیزی که شما توش چی میخوای؟ توش کانسنسس اجتماعی میخوای. یعنی شما برای اینکه یه نیروگاه اتمی یا یه بمب اتمی بسازی کانسنسس اجتماعی نمیخوای، ولی برای این کانسنسوس اجتماعی یا اجماع جمعی میخوای. برای اجماع جمعی تو برای پول نیاز به اون 100% داری. و البته چیزای دیگه ای هم داره، مثلا اینکه اعتقاد دارم که کلن ساختار پروف آف استیکی منجر به تمرکز قدرت میشه، حتی اگر قدرت انقدر باهوش باشه که تمرکز خودش رو پنهان کنه در نمودهای عدم تمرکز. مثلا شما میتونی یک نظام جمهوری داشته باشی و
و این نظام جمهوری شما ایدئولوگ باشه، بر اساس یک جهانبینی خاص طراحی شده باشه. نظام جمهوری خلق کره شمالی یا جمهوری خلق چین، جمهوریه، کلمش جمهوریه، نظام پروف آف استیکه. اما نظام متمرکز، ولی چون این نظام این میاد خودش رو در بازیگرای اصلی که میخواد بیاد اونجا بشینن استیک کنند رو میشه یه جورایی فیلتر کرد، و اگر از یه جایی از یه حدی گذشتی دیگه هرگز بازیگر جدیدی نمیتونه وارد سیستم بشه که جلوی شما رو بگیره، مثلا چرا نگهبانی که مثلا توی ایران هست، توی چین چه میدونم احتمالاً همون چیز باشه، این حزب حاکم کمونیست مثلا این وضعیت رو داره. اینکه شما نمیتونی وارد اون استیکر را بشی، و از قضا هر چقدر اونایی که اونجا هستن فاسدتر و دعوایی تر و انحصار طلب تر باشن موفق تر، یعنی طرف هر چقدر این که بتونه کلن فاز اینو برداره که بگی ما با هم همکاری کنیم، یا اصلا بیا همه اینا رو بندازم دور خودم بیارم، هر چقدر بیشتر این بگذاره موفق تر میشه، باعث میشه که سیستم به سمت یک تمرکزی بره که الزاماً به معنی نیستش که همه نتایج سیستم رو از بین میبره. مثلا توی سیستم کاملا متمرکز که فقط من و تو استیکر باشیم، کریپتو کیتیز احتمالاً جوابش رو خواهد داد، اگرم جواب نده مردم چیز زیادی از دست ندن. ولی وقتی مسئله پول مطرح میشه یکم داستان پیچیده‌تر میشه، یکم که نه کلا پیچیده‌تر این حالت ممکنه پیدا میکنه. تو میخوای حد اکثر آزادی رو داشته باشی، حد اکثر عدم تمرکز، حد اقل تاثیرپذیری. در این مورد هم یه جایی نوشتم 4-5 تا تو هم کانالم نوشتم 4-5 تا حالت از تمرکز سیاسی، تمرکز ضرب سکه یا کوین مینتینگ، تمرکز جغرافیایی، یه تمرکز نود هم فکر کنم و ولیدیشن. اینا رو آوردم، یه توضیحاتی دادم هر کدوم 5-3-4 پاراگراف نمادش نوشتم. اگر ما تکنولوژی های دیگه ای بخوایم، عموماً فکر میکنم منجر به این تمرکز نود بشه. مثلا توی بیت کوین ما چیزی رو که داریم اینه که هر 10 دقیقه چیزی هول و هوش 2 مگابایت تبادل میشه، و بلاکچین با حالا همه اون بزرگیش حاصل 10 ساله که تازه شده 0.5 ترابایت. اینا ما میتونیم روی سیستم خودمون داشته باشیم، ولی حالا اگر که ما بخوایم بلاکچین رو باز برای یه چیزای دیگه به کار ببریم، همون قضیه نسبتاً غیر متمرکز رخ میده به نظرم. و اتفاقا این سوالاتی هم دارم که در این زمینه باید از مطرح بکنم. مثلا ما بخوایم یه چیزی رو مثل یوتیوب درست بکنیم که فیلتر نشه، و بیایم این رو به صورت بلاکچین تعریف بکنیم که روی یک سرور نباشه و سرورها با هم بیان تبادل بکنن، اطلاعاتشون رو وریفای بکنن، اعتبار سنجی بکنن، ببینن که دقیقاً همون اطلاعاته و برگشت پذیری توش نباشه. ولی چون که حجم ویدیو زیاده، باعث میشه که هر کسی نتونه بیاد نود درست بکنه. الان این لپتاپ من یه نود پرون شده داره، یه نود هرس شده داره، اونی که لپتاپ هم یه نود کامل داره. ولی اگر که میخواستم یه چیزی رو، یه بلاکچینی رو که واسه ویدیو هست، گمون کنم باید یه خونه میگرفتم، هارد دیسک باشه یا کارت حافظه SSD باشه که بتونم این کارو بکنم. یعنی هزینه برای نود شدن زیاده. آیا امیدی داری به تکنولوژی های این چنینی برای اینکه چیزی زده سانسور بشن؟ یعنی درسته که اینها جای چیزی مثل بیت کوین رو به عنوان پول نمیگیرن، چون که توی اون پول ما یه چیز کاملا عدم متمرکز رو میخوایم. حالا توی چیزایی که حجم زیادی دارن، آیا ما میتونیم از بلاکچین استفاده بکنیم برای مقابله با سانسور؟ امیدی هست؟ سوال سختیه، چون ببین بلاکچین با این تعریفی که ما الان داریم، خب اگر بخواد غیر متمرکز باشد، یعنی اون انگیزه که باعث حرکت سیستم میشه، اون انگیزه بخواد داخل سیستم تعریف بشه، چون تو بیت کوین انگیزه داخل سیستم تعریف میشه، تو اون سیستم شما
میای سیستم وریفای میکنی، نود گره چی تولید میکنی، بلاک تولید میکنی و جایزه میگیری. جایزه بخشی از خود سیستم. خب شما اگر بخوای یه همچین جایزه ای داشته باشی، باید یه روشی پیدا کنی که انگیزه آوری داشته باشی. برای این که انگیزه درست کنی در دنیای مجازی، یه راهش اینه که یه کوین درست کنی و کوین تولید کنی. اما مسئله اینجاست که شما وقتی که کوین رو تولید میکنی وارد دنیای پول میشی. حالا ممکنه بگی که آقا پول خصوصی داریم، تنوع پول داشته باشیم، رقابت پول داشته باشیم و اینا، ولی مال موقعیه که یک کسی میخواد یه پول تولید کنه. کتاب پول خصوصی چون داریم میخونیم تازه اینا رو فهمیدم خودم. شما میتونی بگی که من کنار بیت کوین میخوام یه پول دیگه تولید کنم فقط به عنوان پول. یعنی این کاری که این میکنه پول، کارش پوله. اما شما اگر یه چیزی درست میکنی به عنوان یوتیوب یا هر چیز دیگه و این پول شما وسیله‌ای برای تبدیل به ویدیو شدنه یا هر چیز دیگه، کاری بیشتر از پول بودن انجام میده، شما وارد یک شرایط بینابینی میشه. چطور گاف پرنگی داری که پولت نه پول پوله واقعا و نه بونه. بون به معنی توکن، بون پنیر. آره نه من دونم دقیقا بونه. اوکی، یعنی بون، تو اگه بون داشته باشی در ازای این بونت میری یه چیزی تحویل میگیری. تو موقعی که بون داری، بون شما در معادل اون محصول است. معادل مثلا من بون پنیر داشته باشم، معادل پنیره. مثلا کوپن داشتیم کوپن برنج، کوپن معادل برنج و پنیر. خب با یک نرخی میتونی، یادت کوپن فروش داشتیم تو خیابون گفتن کوپن این اتفاقی که میفته، اون کوپن فروش رو تو نمیتونی جلوش رو بگیری که به وجود نیاد. به محض اینکه کوپن فروش به وجود اومد، انگیزهای سیستم تو از اینکه محمد میاد این کوپن رو میگیره میره بابتش این ویدیو رو پلی میکنه تغییر میکنه. چون محمد الان میتونه این کوپن رو بگیره ببره بده به اون کوپن فروش، یا کوپن فروش میتونه کوپن ها رو جمع کنه، یهو شورت کنه، یهو های، یهو لانگ کنه، یهو یه عالمه ویدیو بخواد چیز کنه، دریافت کنه با کوپن. اتک وکتور میشه. کوپن فروش میتونه به عنوان یک اکتیو ادورسر، یک دشمن توانا، فعالیت بکنه بر ضد سیستم تو. و این خیلی سیستم رو نمیگم غیر ممکن میکنه، ولی از نظر من یکم پیچیدگی بیش از حد میده، اونم به سیستمی که امکانشو نداره. ما از اون طرف دیگه هم کاملا موافقم که یکی از نیازهای عدم تمرکز اینه که افراد بتونن ایندیویدوالی امکان فرار داشته باشن از سیستم. سیستم که بد شد بگن که ما تو رو قبول نداریم، ولی این سیستم رو قبول داریم. از اینجا به بعدش میخوام یه شاخه دیگه بزنم برای خودم. ولی برای اینکه این کار رو بتونن بکنن، نیاز دارن تاریخچه سیستم رو داشته باشن. یعنی خیلی فرق داره بین کسی که یهو یه دین جدید میاره، مثلا میگه که داریم در مورد پروتکل صحبت میکنیم، با دین هیچ فرقی نداره از لحاظ ساختاری ها. که یه کسی میاد یهو میگه که آقا من از این به بعد دین محمدیزم آوردم و خداوند من فلان است و پیامبر من فلان است. اصلا هم ربطی به از پیامبرش خودتی وقتی که خودت داری میاری. آره راست میگه بعد اینه. ولی یکی دیگه میاد میگه که نه، من دین از بیخ نیاوردم. اینایی که الان دین من، دین مثلا اسلام و دین مسیحیت رو، دین یهودیت رو الان دارن میگن، اینا دروغ میگن، اینا اشتباه کردن. این کتاب تاریخچه، این history of transaction رو من دارم، این احادیث رو من دارم، اینا رو من دارم. اینا رو من خودم ولیدیت میکنم با اینی که اینا میگن همخوانی نداره. یه قوانین دیگه میذاریم، شما این حرف من رو از این به بعد بذارید روی این کتاب. مثلا اگر مسیح مثلا همین کار رو میکنه دیگه نسبت به یهودی ها، محمد نسبت به مسیحی ها، این کار خیلی طبیعیه که این اتفاق میفته. برای همین شما نیاز داری اگر میخوای با پیروانت یه انشعاب دیگه بزنی، یه بیتکوین جدید به وجود بری یا هر چیز دیگه، نیاز به تاریخچه داری. برای همین یه پروژه مثل چیز، چون از بیخوان اون برساخ، اون اجماع
که دورش تشکیل میگیره به این ساعت راحتی تشکیل نمیشه. یکی از عجیب ترین اتفاقاتیه که من میتونم تصور کنم این که یک چیزی به اسم یه موجی وجود داره، یه اطلاعاتی تو ذهن من جرقه میزنه، مثلا من میگم که فلان دین یا فلان پروتکل یا فلان مثلا فلان پروتکل اجتماعی یا فلان پروتکل، هر چیزی که بین اذهان مردم هست. بعد این مثل یه موج میاد میره رو اطرافیان من، بعد میره رو اطرافیان اطرافیان من، بعد میره رو اطرافیان، یه موجی که شکل میگیره، یه ریپل افکت داره، ربطی به ریپل نداره، ریپل چه یه ریپل افکت داره، این موج گرد، اسمش ریپل، موج گرد تشکیل میشه و بعد اگر به یک دونه موج دیگه بخوره دعوا و درگیری هم اتفاق میفته که خیلی طبیعی بین همه پروتکل ها، بین همه ادیان ها اتفاق افتاده. به هر حال شما نیاز داری که هیستوری رو داشته باشی و بتونی ایندیویدوالی وریفای کنی، یعنی اگه سرت هم کسی نتونه کلاه بذاره. یکی دیگه از اتفاقاتی که دوباره به چسبونش بدین، موقعی مردم اروپا تونستن اون زنجیره مسیحیت قدیمی رو بشکنن، اون زنجیره‌ای که به نظرشون دروغ بود، موقعی که تونستن کتاب مقدس رو ایندیویدوالی وریفای کنن. چطور اتفاق افتاد؟ قبلا کتاب مقدس لاتین بود و فقط کشیشای کلیسا لاتین بلد بودن. بعد مارتین لوتر بعدش اینو ترجمه کرد و داد به مردم عادی. به آلمانی هم بکنم ترجمه کرد. مارتین لوتر آلمانی بود. به هر حال ترجمه کرد، از لاتین در آورد، مردم عادی تونستن ایندیویدوالی حالا وریفای کنن. حالا تونستن خودشون ترانزکشن تولید کنن. خودشون اطلاعاتی تولید کنن که به منبع دانشی که مورد وثوق همگانه مرتبط. نتیجهش هم این شد که انشعاب شد، شکست، و حتی انشعاب اصلی از بین رفت، تقریبا شاخه اصلی، فورک اصلی از بین رفت. البته این که پرسیدم میخواستم حالا بیشتر فرصت بدم برای به شیتکوین ها یا آلتکوین ها که جایی رو برای کارآمدی داشته باشن. این بود که این سوال رو مطرح کردم. گفتی که مثلا اگر که دغدغت کریپتو کیتی داشتن و اینها، خب ایتریوم میتونه واسه جواب بده. و گفتم که این سوالا که پرسیدم، گفتم که حالا شاید اگر دغدغه ما این باشه که یه جایی داشته باشیم ویدیو آپلود بکنیم و نگه داریم و اینها، برای اون بتونیم از یه سیستم دیگه استفاده بکنیم که بیت کوین نباشه. از طرفی من از یه نفر شنیدم، روبرت بریدلاو، اگر که بشناسی دنبالش بکنی، این میگفت که اساساً هر چیز دیسنترالایز باید بر پای بیت کوین باشه. و حالا یه سوالی که واسم مطرحه اینه که مثلا، حالا نمیدونم با این سیستم ها آشنایی داری یا نه، من نه استفاده کردم نه آشنایی دارم، باز این ها هم اسمشون از روبرت بریدلاو شنیدم. و خب چون که سوال واسم مطرحه دارم اینجا مطرحش میکنم. مثلا این شبکه هست سفینکس. سفینکس یه چیزی هست واسه یه پیام رسانی که بر مبنای بیت کوینه. چه جوری ممکن مثلا یه شبکه پیام رسانی بر مبنای بیت کوین باشه؟ و آیا با وجودی که بیت کوین بلاکچینش بلاکچین بسیار کم حجمه، بلاکاش بسیار کم حجمه، آیا ممکنه که بر پایه اون یه شبکه رو بسازیم مثلا ویدیو ضد سانسور باشه؟ مثلا یه سایتی هست الان یهو به ذهنم اومد، زاین، همون معنیش میشه صهیون، که این میخواد رقیب یوتیوب باشه و این ادعایی که میکنه اینه که بر پایه بیت کوین رو نمیشه سانسور بشه. اینا اگر که بخوان کار بکنن چه جوری باید کار بکنن؟ آخه بیت کوین که بلاکاش نمیشه مثلا روش ویدیو گذاشت، مثلا نمیشه یه ویدیو آپلود کرد، یا اگر که میشه به هم بگو که چه جوریه. من دو تا حدس دارم، تصور دارم، بررسی دانشی نکردم. اول بهت بگم وقتی میگی بر پایه بیت کوین، دو تا معنی مختلف رو ما در نظر داریم. بر پایه بیت کوین با بی بزرگ یا بی کوچیک. شما اگر بر پایه بیت کوین به معنی اقتصادی، یعنی به عنوان بیت کوین، با بیت کوین به عنوان پول در نظر میگیری، چیزی مثل کریپتو کیتی، اون هر همون حرفی که من زدم هم در موردش، حالا بریدلاو هم همون حرفی که من میگم زده. من میگم شما هر چیزی غیر متمرکز بخوای بسازی که خودش بخواد کار کنه، باید پول داشته باشه. شما یا پولشو میای میسازی که بدبختی تمام چیزهای همراه با پول رو باید بپذیری،
و اتک وکتور داری، هزار تا بدبختی داری، همه بدبختی های بیت کوین رو تو هم داری. به محض این که بشه به 51% زد پول ارزشمند بشه، همه اینا رو داری، خیلی انواع و اقسام تنوع بدبختی های در مورد پول رو داری. یا میای میگی که نه، من از نیتیو اسید ندارم، نیتیو توکن ندارم، میام از یه توکن دیگه استفاده میکنم که اونجا بهترین توکن بیت کوینه مثلا، یا میام رو لایتنینگ اسفینکس هم بکنم، از لایتنینگ استفاده میکنه برای انتقال. بعد سایتشو باز کردم استفاده نکردم و نمیدونم. من میدونم که روی نودهای اگر امبرل داشته باشی، امبرل یه نود سرجمع بیت کوینیه که بچهای کامیونیتی ایرانی هم خیلی فعالن. علی اسمش رو نمیدونم، علی 2K من بهش همیشه یه صداش میزنم، علی 2 کار اسمش نوشته میشه، که بچه خیلی علاقمند به این قضیه است که کلن یک سری کارهای امبرل هم دنبال میکنه در مورد این چیزا خیلی نوشت. ولی شما با لایتنینگ، شبکه لایتنینگ که یک شبکه است بر مبنای بیت کوین، این امکان رو داری که پکت هات رو در واقع استریم کنی و در ازای این استریم آف مانی بک داشته باشی. یعنی من به تو ویدیو بدم و تو به من چیز بدی، ساتوشی بدی، یا مینی ساتوشی یا میکرو ساتوشی. ولی اینطوری نیستش که مثل بیت کوین اینتگریتیشو بتونی ثبت چیز کنی. یه جورایی فکر میکنم مثل چیز میشه، یه بیت تورنت با قابلیت اینکه پرداختم داشته باشه میشه. حالا من میتونم تو استریم هم مسیج داشته باشم، ویدیو داشته باشم، ایکس وای زد هست. پس این اینجوری میشه که اقتصادش برای بیت کوین باشه. این مال بی بزرگه بود؟ آره، بی بزرگه بیت کوین پوله، بی کوچیکه فکر کنم بیت کوین نتورکه، بر مبنای بی بزرگی هست. بعد اگه بر مبنای بی کوچیکه باشه چه جوری میشه؟ نمیشه دیگه، همونی که تو میگی میشه. باید بیای اطلاعاتو یه جوری تو شبکه، توی نتورک بیت کوین منتقل کنی توی لایه اول، توی و این اتفاق نمیتونه بیفته. انقدر بده یه چیزی بگم، یه ده هستن که نمیگن بده. میسم و طرفدارای ساتوشی ویژن، بیت کوین ساتوشی ویژن بی اس وی، میسم میشناسی؟ بچه به حالی هم هست. نمیشناسیش؟ خب میسم تنها طرفدار بی اس وی در ایرانه که فکر میکنه که شاید زیر ویدیوم فکر میکنه اوکی این فرد ساتوشیه، این زیر ویدیوم کامنت گذاشته بود. من با میسم خیلی بحث کردم، خیلی. ولی خب نمیخوام بگم نگاهشون درسته، اصلا نمیخوام حمله کنم الان به نگاهشون، ولی میخوام فقط بگم این نگاه هم وجود داره که از نظر من اشتباهه. ولی خب نگاه وجود. یه نگاه هست که میگه که نه، ما توی بلاکچین میتونیم همه چی رو سوار کنیم، بلاک ها رو بزرگ میکنیم، تعداد بلاک پرودوسر ها میشن فقط کسایی که به اندازه کافی پول دارن که بلاک ها رو که چیز رو تولید کنه، شبکه رو تولید کنه، و ما به نود سنترالیزیشن و اینکه هیستوری رو همه داشته باشن توجهی نداریم، چون اصلا بحث قانونه، اصلا بحث عدم تمرکز بر مبنای قانون، یعنی یه لایه زیر عدم تمرکز اونا میذارن. ما یه لایه داریم بیت کوین، و زیر برای ما زیر بیت کوین لایه دیگه وجود نداره، برای اونا زیر بیت کوین یه لایه به اسم قانون وجود داره، یعنی اینکه قانون میتواند تو رو منع کند یا منع نکند. مسئله مالکیت اونا رو مطرح میکنن که به نظرم خیلی مسئله پیچیده ایه. ولی اونا میگن که بیایم روی بلاکچین هر چی دلمون خواست بنویسیم. آقا شما نگاه اقتصادشون اینه که میگن که تو پولشو بده، من تو بلاکچین 100 ترابایت ایکس میذارم، وای میذارم. چرا کسی مثل ما مثلا بر حساس میشه؟ ما میگیم که شما روی شبکه پولیت هر چی به جز پول استفاده کنی، یه اتک وکتور باز کردی. مثلا یه اتک وکتور بهت بگم، من به شما پول میدم روی مثلا هزار، تو به من یه بیت کوین میدی، یا من به تو یه بیت کوین میدم، یه پولی ازت میگیرم. خب بعد در کنار همین بیت کوین من میام 100 گیگابایت چایلد پورنوگرافی هم میذارم روی همون بلاک و میذارم بالا. حالا لایه پایینتر، لایه قانون، این صحنه میگم اتک وکتور دیگه، لایه قانون میاد میگه که این بلاک باید ریورس بشه، یا این اطلاعات از بلاک حذف بشه. حالا برای اون
اطلاعاتی که بین من و تو رد و بدل شده چه اتفاقی میفته نمیدونیم. باید دوباره لایه قانون باید بیاد براش تصمیم بگیره. یه جورایی یک لایه کانسنسوسی که توی بیت کوین وجود داره یک نقض غرضی میشه، چیز اضافی بی خودی میشه توی این نگاه. ولی خب به هر حال این نگاه وجود داره، یه نگاهی وجود داره که میگه که ما روی بلاکچین همه چی رو میتونیم سوار کنیم، همه چی رو پر کنیم، که نقطه اکستریمش بی اس ویه، نقطه غیر اکستریمش مثلا چیز اتریومه که مثلا حالا بلاکچین رو با دیتا میگن فقط پر کنیم، ولی خب دیتا ها بابت شکست پرداخت بشه، فلان بشه، ایکس بشه، وای بشه. ولی نگاهشون اون، بازم میگم اون، برگردیم به اون حرفی که زدم، من گفتم یه نگاهی داریم که یا صد باشد یا هیچی، و اینا هستن که بین 99 تا 1 برای خودشون میتونن نوسان هر نوسانی هم خواستن میکنن. ما اون به اون صدیه میچسبیم، سعی میکنیم به اون صدیه بچسبیم. همین گفتم که توضیح داده باشم. بعد در مورد این که گفته حالا مثلا از لایه زیرش هست که قانون هم میتونه درگیر این قضیه بشه، و توی بیت کوین ما اینو نداریم، یه لایه داریم که پروتکلی داره و این پروتکل تعیین کننده همه اون. اصلا این دعوای اساسی که میگیم این کلمه کد از لا، کد قانون هست، این همون این داره اونو میگه، میگه لایه قانون همون لایه کانسنسوس هست. اما توی بعضی جیدای دیگه میگن intent of code is law، یعنی هدف کسی که کد نوشته الکد به نیات، این که کد نیات پشتش یه کلمه خلاصه کردی، من دیگه سکوت میکنم. بعد حالا یه صحبتی میکنه جک دورسی که حالا حمایت های زیادی هم از علاقه زیاده می بیت کوین داره، حالا بی خیال این که خیلی مشکلا با همین جک دورسی دارن، ولی به هر حال یه حرف زیبایی میزنه، اینه که وقتی که از بیت کوین دفاع میکنه میگه I want a money that is native to the internet، من یه پولی میخوام که نیتیو یا بومی اینترنته. باز به همین حرف ارتباط داره، درسته که اصلا دقیقا. شما وقتی میگی نیتیو اینجا باشه، این لایه که بر مبنای اون سواره، بیرون از این محدوده نباشه، تو داری اگر میخوای پولت بر مبنای اینترنت باشه، باید لایه تصمیم گیری، لایه پایین ترین لایه، لایه کانسنسوس ما بهش میگیم، اون توی اینترنت باشه، توی اینترنت، نه توی مغز قاضی فدرال تگزاس یا قاضی فدرال علی‌آباد کتول، بر فرقی نداره هر جا میخواد باشه، مهم اینه که توی اینترنت باشه. این حرف دورسی، من فکر کنم با تو خیلی شرم، خیلی همخوان نظراتم در مورد اینکه دورسی یکم دوستش ندارم خیلی، آدم با حالی کارهای خوبی کرده، ولی خب دوستش ندارم، علاقه ندارم که باش توی کاسه قرار بگیرم، ولی این حرفش خیلی صحیحه. بله. و در مورد اون چیزی که در مورد بیت کوین میگفتی، فکر میکنم اون حق مخالفتی که میگفتی همون the right to dissent باشه، که مثلا فرض کن یه این برای خودم میخوام با کابی بکنم، این هست که مثلا یه چیزی به پروتکل اضافه میشه، مثل همون سگویت، تو میگی آقا من همین سگویت هم نمیخوام، میخوام تراکنشم بر اساس سگویت نباشه، یه ورژن رو قدیمی تری رو اجرا میکنه روی سیستم، یه نسخه قدیمی تری رو اجرا میکنی که از سگویت پشتیبانی نمیکنه، و همچنان تو میتونی تراکنش ها تو ادامه بدی و این تراکنش ها همچنان به کل سیستم همخوانی دارن. منظورت این بود؟ نه نه، تو داری یه چیز دیگر میگی، رایت تو دیسنت رو نمیدونم، من تو اول میشنم واقعیتش، دقیقاً چون نمیدونم از کم کلمه استفاده نمیکنم. ولی میتونم از یه مثال کامپیوتری استفاده کنم. یه چیزی داریم تو کامپیوتر میگیم backward compatibility، یعنی که تو یه سیستمی داری چیزای قبلی رو اجرا میکنه، برعکس این میشه forward compatibility، یعنی یعنی این که من یه سیستم رو یه جوری بسازم که از این به بعد هرچی میاد با این همخوانی داشته باشه، من همه چیزایی که در آینده میادم قبول بکنم.
یه همچین چیزی فورست فورورد کامپتیبیلیتی رو الان که کلمه کاملا من در آوردی من اومده احتمال کلمه درست حسابی داشته باشه توی بیت کوین نداریم. این هم چیزی که تو میگی. چیزی که تو میگی اینه که من میتونم بگم من همین قوانین ملت من قانون یک تا یک رو قبول دارم، از قانون یک تا دو رو قبول دارم، قانون دو تا ده رو که شما میخواید بذارین هر کی میخواد هر کاری میکنه بکنه، تا موقعی که به قانون یک تا ده من دست ندادین من مشکلی با شماها ندارم. اگر بخواید به من تراکنش بزنین من فقط تراکنشایی که تو قانون یک تا ده رو میپذیرم. میتونین کارو بکنین. یک تا دو آره. به قانون سه تا ده برید با هم تراکنش کنید. اومدید پیش من پولاتون رو یه مقداری پولاتون رو تو قانون یک یا دو نگه دارید چون ممکنه با من بخواد رفتام به حساب کتاب داشته باشه. این یه مسئله متفاوته با اگزیت. اگزیت فیلسفی کلن یه نگاهه در مورد این که شما دو حالت میتونی مردم رو هم فکر کنی، هماهنگ کنی، رقصیدن رو در نظر بگیر، آهنگ رقص با هم دو حالت میتونه اتفاق بیفته که مردم با هم هم آهنگ برقصن. یک حالتش اینه که بزنید پس کلش، دستتو درست بگیر بالا، پای چپتو بده جلو، پای راستتو بده عقب، رقص کردیو در نظر بگیر. مثلا هر کسی پشت شلوار اون یکی دیگه رو میگیره و با هم دارن میرقصن، هر کی اون وسط خراب شد یکی میاد میزنه تو سرش میگه که برو بیرون، تو به درد این کار نمیخوری، این ترکی نمیرقصی، چی کردی نمیرقصی، داری مثلا جدی اینجوریه؟ برو رد کن. نه اینجوری نیست، یه راهش رقص کردی ما اینجوری یه راهش اینه. اوکی مثال بود. یه راه دیگهش اینه که یه عده شروع کنن برقصن، روشی که رقص الان به وجود اومده، انواع رقصهای مختلف وجود داره دیگه الان در دنیا. هیچ کس نیومد بگه که اینجوری باید برقصید، همتون یه مدل باید برقصید. مردم کنار هم جمع شدن، یه هماهنگی بینشون ایجاد شد، ولی هر کسی اجازه داشت هر موقع دلش خواست بگه من نمیخوام اینجوری برقصم، من میرم اون بغل این مدل دیگه میرقصم، یه کار دیگه میکنم. ولی باید دسترسی به چیز داشته باشه، دسترسی به منابع مورد نیاز برای ایجاد هماهنگی اجتماعی، اجماع اجتماعی داشته باشه. منبع مورد نیاز برای اجماع اجتماعی تراست، اون پیشینه ای که به این قضیه داده میشه، مثل همون ماجرای دین که گفتم. یعنی طرف مارتین لوتر اومد گفتش که آقا من این دین رو نمیخوام، میخوام یه چیز دیگه بگم. ملت نگفتن که تو از اول یه مسیحیت جدید آوردی، خودش هم نگفت که مسیحیت جدید آوردم یا یه دین جدید آوردم. دسترسی به منابع گذشته داشت، منابع گذشته رو باز تعریف کرد یا تعریف رو تغییر داد و مردم به این سمت تغییر جدید همگرا شدن و در واقع تغییر قبلی مرد. این کار رو میشه اگزیت کردن، یعنی تغییر مسیر دادن. این که میشه اگزیت فلسفی اگر وجود داشته باشه، شما میتونید در یک دنیایی که پر از آدمایی هستن که تفکرات مختلف دارن، بتونید تقریبا با میزان کمی از کانتنشن چیز درگیری فیزیکی و دعوا بتونی به یک هماهنگی برسی. این هماهنگی به صورت خودجوش به وجود میاد، اون چیزی که تو رقابت بازار خیلی براش مطرح میکنن. ولی خب بازار یه مقداری پیش متفاوت تره با پروتکل، چون پروتکل ها به یک سمت، به یک دونه کانورج میشن، به یک دونه پروتکل میرسن معمولا. همه این اگر همه مردم همگرا میشن، یعنی اگر همه مردم دنیا شروع کنن کنار هم برقصن، بعد از مثلا 10 سال یه رقص تهش میمونه، چون مردم سعی میکنن با هم هماهنگ بشن. این اتفاقی که میفته. حالا در مورد رقص یه مقدار چون سابقه رقص وجود نداره نمیتونی بگی اون یه رقصی که اسمش رقص کردیه یا حالا هر چی، ولی مثلا در زمان زبان فارسی میتونی این الان بگی یه زبان فارسی بین ما ایرانیان وجود داره و ممکنه با فارسی که ساسانیان حرف میزدن متفاوت باشه، اما ما خودمون رو به اون سابقه وصل میکنیم بدون اینکه کسی تو سر کسی دیگه بزنه که بگه تو چرا فارسی ساسانی حرف میزنی. یک کم پیچیده است برای خودم که توضیح بدم و گاهی اوقات یکی مثل تو گیر میده که تو، یعنی گیر که ندادی، من یکی که میاد میگه که حرف بزن، بعد مثلا شروع میکنم حرف زدن و یه مقدارش برای خودم بازتر میشه. امیدوارم خیلی گزافه‌گویی نکرده باشم.
نه خیلی هم زیبا گفتی، خیلی هم مثالات هم خوب بود و همون قسمتی که گفتی قانون یک و دو رو شما هر کار خواستین بکنین، بعد ولی سمت من که میایین دوباره بیاین به همون قانون. خیلی آره مطالب واسه هم روشن کرد. بعد وقتی که داریم بلاک چین رو با بیت کوین کور بارگیری میکنیم و دانلود میکنیم، یه پیامی میده که حواستون باشه، ممکن آنتی ویروستون گیر بده، چون که ممکن روی بلاک چین ویروس هایی ذخیره شده باشه. به این معنی نیست که کامپیوتر شما آلوده میشه، ولی اینها روی بلاک چین هستن. یه سوالی که حالا شاید دنبال دارتر هم بشه، یه بار توی گروه خودتم یه کوچولو مطرح کردم، هیچ کسی هم جوابم نداد، این هست که مگه بیکارین؟ نه کلن حرفم هم خیلی ربطی به چیز نداشت، یعنی یه چیزایی توی اینترنت جستجو کردم، گفتم که من فقط فکر میکردم اونجوری میشه پیام و اینا رد و بدل کرد یا یه چیزی رو ماندگار توی بلاک چین گذاشت. چقدر راه های خلاقانه وجود داره، ولی اون خطی که واسه من جالب بود واسه بقیه جالب نبود. من یادم نمیاد، البته اکسکیوز حافظه بعد رو دارم، ولی خب یادم نمیاد. نه بی خیال، قضیه اینه که حالا اینجا گیره دوردم کلن تا تهش دیگه ازت میپرسم چجوری میشه ویروس رو روی بلاکچین اپلود کرد؟ ببین ویروس، چون یکم تخصصم کامپیوتر، نمیدونم تخصصت چیه. من ادبیات انگلیسی خوندم و بعدش هم خبرنگاری خوندم، هیچ ربطی به کامپیوتر نداره. بعد دانش کامپیوتر من توی مثلا زمینه برنامه‌نویسی در نظر بگیره، در حد هلو ورلد میتونم برنامه بنویسم. اوکی، من یه چیزی بگم. ببین ویروس یه رشته کد، یه رشته عدد 0 و 1. خب اینا رو تو اول برای اینکه ویروس باشد، یعنی ویروس برای اینکه ویروس باشد باید در یک قابلیتی باشه، در یک ساختاری باشه که بتونه اجرا بشه. یعنی این صفر و یک رو من الان اگر توی یه پی دی اف بریزم و به صورت متن باشه جلو چشم، این ویروس نیست دیگه، هرچند کد ویروسه ولی ویروس نیست، چون اجرا باید نمیشه. باید یک ساختاری داشته باشه که کامپیوتر اون مثل سوزن چیز در نظر بگیر، سوزن گرامافون، یه ساختاری باشه داشته باشه که بیفته روی اون اول چیز و بعد شروع بشه پخش شدن این چیز، این صدای ویروس در محیط، و بعد مثلا اون باز یه سری سوزن گرامافون دیگر رو بندازه سر جایی که باید پخش بشه و همینجوری ادامه پیدا بکنه. این ساختار ویروس. اون چی که آنتی ویروس هایی بهش گیر میدن خود ویروس نیست، یه سیگنیچر، یک امضایی از ویروسه که اونا اونو پیدا میکنن. خب این آنتی ویروس کل ویروس رو حفظ نمیکنه، مثل گوگل که اگر گوگل فوتوز استفاده کرده باشی، از آی او اس فوتوز هر چی استفاده کرده باشی، چهره تو که میشناسن، این چهره تو رو، همه حالات چهره تو رو ذخیره نمیکنه، یه سیگنیچر از چهره تو ذخیره میکنه، توی عکسای دیگه میگرده میگه تو این عکس این سیگنیچر هست، یعنی از بالا تا پایین این عکس رو میگرده میگه صورت محمد اینجا هست. حالا اگر اون سیگنیچر توی هر فایلی باشد و اونا بتونن این سیگنیچر رو تشخیص بدن، میتونن بفهمن که این احتمالاً این ویروس اینجا هست. نمیتونن بفهمن که این ویروس قابلیت پذیرفتن اون سوزن گرامافون رو داره یا نه. یعنی میگن اگر یکی بتونه یک سوزن گرامافون بذاره اینجا، این میتونه ویروس باشه. اون تشخیص رو میدن. و شما چون توی بیت کوین میتونی با دو سه تا حالت داره، نمیدونم دو سه تا حالت داره، میتونید متون بنویسی. آره سوالم بیشتر همین جاست. آپ ریترن داشته باشی. اونجا میتونی، و اصلا من بررسی نکردم چقدر میشه نوشت، یا اصلا واقعیتش اصلا نگاه نکردم، فقط میدونم میشه. اون بلاک اول که خود ساتوشی نوشته تا این اواخر که کنم بچه ها تولدی کنم دیگر رو به فارسی تبریک گفتم، یک کدوم بچه ها چیز کرده بود، بیمه اول فصل کرده بود، نمیدونم اونو دیدی یا نه. اونو دیدم توی گروه جریانش چی بود دقیقا، ولی کامل کل بافت رو نداشتم که بخوام یک کدوم از دوستان که البته بعیدم میدونم خیلی آدم مذهبی باشه، در مقابل یعنی بکنم حسام توییتش هم کرده بود در مقابل کسایی که نگران حمله اتمی و
کامپیوترهای کوانتومی و یه چیز دیگه هستن، من بیت کوین رو بیمه ابوالفضل کردم. یه دونه متن بیمه ابوالفضل از گذاشته بود. طنز جالب برای من، جالب بود طنزش. سلیقه طنز منو میخورد، به سلیقه طنز من میخورد. به هر حال میتونی بذاری دیگه، از بیمه ابوالفضل تا Chancellor on the brink of another bailout که خود اصلا نوشت، همش رو میشه این رو نوشت. حالا تو میتونی به جای اینا یه دونه امضای یه ویروس رو بنویسی. درست. بعد این شیبش چجوره؟ من دارم روی کامپیوتر خودم یه چیزی رو سعی میکنم باز کنم و یه مقاله هست توی میدیم، ولی به هر حال یه نفر هست که حدسم میزنن بعضی ها که ساتوشی ناکاموتو باشه، که اتفاقا دلایلی له و علیهش وجود داره. اسمش رو یادم نمیاد، شاید بشناسیش. نیکساوو؟ نه نه، نیکساوو آدم بک نیست، یه نفر دیگه هست که هالفینی. نه هالفینی که اصلا اسم خودم یادم بره اسمون. آره همین کار چیزت، کار تلگرامت ساتوشی وار بوده ها، اون که گروه را انداخته بودی و حتی میخواستی خودت هم حذف بکنی، خواستی کاری ساتوشی گفتی که میخواستی اگه امکانم داشته باشه، اگر امکانش وجود داشته باشه میکنم الان، موقعم بدم نمیاد بکنم، ولی خب نکردیم نشد. آره. ساتوشی نمیدونم کیو میگی، ببخشید وسط حرفت بگو. آره به هر حال این آدم یه آبیچوری یا یه آگهی وفات واسهش درست کردن توی بیت کوین که با مثلا کاراکترها اومدن صورتشو درست کردن، خیلی خوشگل در اومده و یه پیام هم زیرش نوشتن. بعد این توی بلاک چین هست. خودم هم سعی کردم چیزای شبیه این درست بکنم، حالا سعی کنم ببینم، این والت رو استفاده نمی کنم، میتونم غیر چیزاشو شیر بکنم. حتی من عکس یه گربه رو با چیز با خط و کاراکترهای کامپیوتر درست کردم. آره. گذاشتم توی لیبل. توی لیبل که باشه، اگر که من این به این دونه والت بیت کوین دسترسی نداشته باشم، فکر نمی کنم باقی بمونه. آیا این گربه من روی شبکه بلاک چین ذخیره شده یا فقط روی کامپیوتر منه؟ اگه یه لیبل میذارم، لیبل فکر کنم فقط مال کامپیوتر توه. اگر لیبل خود لیبل کلا برای اینه که تا اونجایی که من میدونم لیبل برای اینه که تو بتونی تراکنشاتو دسته‌بندی کنی که جلوی شناخته شد، جلوی چیزو بگیری، جلوی متصل کردن تراکنش‌های خودتو بگیری. یعنی مثلا تو، من اگر یه تراکنش از تو گرفتم و از دیا که ایرانی هستید، بالاش می‌نویسم ایرانیا، لیبلش می‌ذارم ایرانیا، بعد تراکنش فرنگی ها رو می‌ذارم فرنگی ها، بعد سعی می‌کنم برای فرنگی از فرنگی ها خرج کنم، برای ایرانی از ایرانیا، که از هم جدا باشم، پرایوسی هم خیلی قرقاتی نشه، اینا نفهمن من با کیا در ارتباطم، اونا نفهمن با کیا در ارتباطم. اگه بخواد لیبل بره رو بلاکچین که خیلی داستان، نه اون نیست، آخه حجمی نداره. اگر که خب پس مثلا اون آبیچوری اون فرد، اون آگهی وفات اون فرد رو چجوری گذاشتن روی بلاکچین؟ نمیدونم، ولی میدونم که فراتر از اینها رو خود بلاکچین بیت کوین کل متن وایت پیپر صورت پی دی اف هست. اینو گذاشته بودم تو کانال فکر کنم. باز از طریق همون امضا و اینها رخ میده این کار؟ نمیدونم شرمنده، یعنی واقعا دوست دارم بدونم ولی محدوده دانشم نیست، این نرفتم نگاه کنم، فقط میدونستم که وجود داره و هیچ وقتم پیام خاصی نداشتم به کسی بدم که برم توش نگاه کنم. من پیام خواستم همون گربه بود که حالا متاسفانه مثل که به جا نمونده، ولی به هر حال دیگه اون والته هست و میتونم ببینم. علاقه مندم کردی، بهت قول نمیدم ولی میرم نگاه میکنم ببینم چه جوریه. آخه باش، یه موقع جوابش پیدا کردی اگر یادت بود، یاد ما باشه به همون بگو. نه دیگه، تو اون جرقه رو زدی الان داره میسوزونه. یه بخشی از من میفهمم یه حسو. وقتی که با اون پادکست آینون ترانسیش صحبت میکردی، من فکر کردم که حالا این برمیگرده به اول صحبتمون، من فکر کردم که اون چیز انتخابات رو گذاشتی توی ایران بودی که داشتی مینوشتی و
و به خاطر همین استاد گیر دادن. ولی مثل که اینجوری که برمیاد خارج از ایران بودی استاد، چرا میگفتی؟ نه خارج از ایران بودم استادا. ببین یه چیزی وجود داره توی یه چیزی وجود داشت که مقاومت وجود داشت نسبت به بلاکچین. گفتم بلاکچین خیلی هایپ هم بود دیگه، الان هم هایپ بی خود. مردم یه چرت و پرت می نویسن میرن بی خودی برای خودشون دمارش اطلاعات نمیدونم آن. و بخش کمی از دانش که تولید میشه به درد اینا میخوره. بعد اینا هم خیلی توی نمیدونم محیط دانشگاهی مهندسی آلمان اینی که استادایی که دارن کار میکنن واقعا وصلن به اینداستری، میخوان یه پروژه‌ای درست کنن که از توش نون در بیاد نه دانش. یعنی حتی هم میگه دانش قرار در بیاد، دانشی که بعدا ازش نون در بیاد، نه اینکه تو بیای برای خودت نون و فلسفه بافی کنی. کاری که من کردم، من پروژه‌ام به هیچ دردی نمیخورد. نمره‌ایم که بهم داده واقعا لطف کرده بهم نمره داده، وگرنه اصلا به هیچ دردی نمیخورد. یه سوالات آبکی دارم میذارم آخر برنامه. میخواستم اولش بپرسم که هنوز گرم نشدیم، ولی خب خیلی سریع گرم شدیم. پس یه مشت سوالات جالبتر میپرسم. حالا من یه دونه تغییرات اینجا نوشتم، نمیدونم که این دل تنگت بپرس مثلا من یادم بیاد که اصلا چی میخواستم نگم. پس اون آره انتخابات و بیت کوین چه تغییراتی، خیلی زودم آشنا شده بود یا 2013 هنوز خدا بیامرز سالفینی زنده بود. من نبودم، من فقط به اسمش به گوشم خورد و کاش ادامه میدادم. مهدی هاشمی نژاد الان هم استرالیاست. مهدی اگه صدامو شنیدی دوست دارم. خوبی که فاملیش هم یادت اومد و یادی ازش کردی. حالا میخوام بدونم که بیت کوین چه تغییراتی توی تو به وجود آورد. استم دویومی که قبل از بیت کوین بود و استم دویوم پریم، آیا اصلا این اتفاق افتاد که استم دویوم پریم بعدش رخ بده؟ نه دیگه، شخصیت استمدش نتیجه شخصیت نتیجه بیت کوین، نتیجه نگاهی که بیت کوین برای من ایجاد کرد. ببین یه خصیصه‌ای وجود داره، در خصیصه اخلاقی فکر کنم چه ممکنه چرت و پرت بگم، فکر کنم بهش میگن agreeableness. یعنی کسی که دوست دارد مورد تایید دیگران باشه یا اهل کانفلیکت نیست، با اوهم و خنده و اینا رد میکنه. این خصیصه رو من خیلی دارم، همین الانم تو شخصیتم هست. برای همین دیگه با هم حرف بزنی رو در رو، اونقدر که مثلا توی توییتر و توی مثلا مت ممکنه آتشین باشم، آتشین نیستم چون جرأت کمتری دارم. رو در رو خیلی چیز میشه. ولی به هر حال این خصیصه در من کم بیشتر بود، خیلی قدیم زیاد بود. و مورد دومم خصیصه رعیت مسلکی، یه خصیصه ایه که دنبال یک ارباب میگه، دنبال یک اتوریتی میگردی و سعی میکنی که اون اتوریتی رو برای خودت به دل خودت به طوری بگی که حرف خودت رو از دهن اون اتوریتی بزنی. این چیزی که مثلا اصلاح طلبات تو ایران زیاد انجام میده. من هم اینجوری بودم، الان هم شاید خیلی باشم، نمیدونم. به هر حال این نگاه رعیت مسلکی با بیت کوین همخوانی نداره. بیت کوین خیلی نگاه مسئولانگی داره. یعنی تو به عنوان یک اندیویدوال پرسن مسئولی تک تک تراکنش ها رو وریفای کنی برای خودت. اگر برات مهمه، اگر برات مهم نیست که برو زندگی تو کار دارید میخواد. اگر ادعا میکنی برات این مسئله مهمه و میخوای بس بشی به اولین، میخوای یه چیزی تحویل بگیری به اتوریتی، به اتوریتی فارسیش میشه، به اتوریتی رو فارسیش هم یک از کلماتی خیلی مشکل دارم باهاش. اتوریته توی فارسی مینویسیم و واقعا یکی دیگه از معنیایی که واسش میگن مرجع هست، ولی آنچنان به چسب نیست. یعنی یه دوری تو متن خودشو نشون نمیده، گم میشه. اتوریته آره. یا اتوریتی بهتره. این چیزی که توی بیت کوین اتفاق میفته اینی که تو شروع میکنی از یه جایی خیلی ساده شروع میشه، از این که تو به اتوریته
کد اطمینان نکنی، نگی چه کد، ازش سوال بپرسی آقا این کدی که نوشتی چیه، شاید من خوشم نیومد، اصلا نمیخوام بعدی رو اجرا کنم. همون مسئله forced forward compatibility رو نداریم، آقا از این به بعد تو میخوای نسخه بعدی رو بیاری، وظیفته که منو ساپورت کنی، به من چه که تو میخوای بعدن چه کار بکنی. این نگاه که نداری از اینجا شروع میشه، ولی میری خیلی میری، اصلا ته نداره، واقعا یک لانه خرگوشیه به قول فرنگی ها، رابیت هولیه، میری همه اتوریتی ها رو دیگه، تا جایی که مثلا وارد مسئله کی فکرشو میکرد که یکی مثل من یا یکی مثل تو یا یکی مثل من، بچه هایی که کارشون نیست بیان گیر بدن مسئله اقتصاد، مثلا آقا شما به چه حقی با چه متد و با چه روش شناسی میایی مثلا پول ما رو متورم میکنی یا به اصطلاح قرار است منقبض بکنی، کی میخوای بکنی، قانون گذاریت بر چه مبنایه. بعد حتی میری جلات، ببین انقدر عمق داره، بدترین حالتش اینه که مثلا وارد بدترین حالت که نهی میتونم بگم بهترین حالتشه، اینکه تو یک سری مسائل معرفت شناسی اپیستمولوژیکال برات پیش میاد، اینکه آیا حقیقت مطلقی وجود دارد یا نه، چون کل بحث اتوریتی بر این مبناست که میگه من حقیقت رو میدونم، از تو بهتر میدونم و به حرف من گوش کن. کل سیستم اینجوریه که دولت خودش رو پدر تو میدونه و میدونه و فکرم میکنه که میتونه پدر تو باشه، بعد یعنی هم میخواد، هم فکر میکنه که میتونه دانششو داره و هم میخواد تو رو کنترل کنه که نتیجهش میشه پول فیاتی که وضعیت فعلی که داریم. و تو انقدر میری عقب تا میرسی یهو میبینی که مثلا با یه کسی مثلا هایک که اصلا ربطی به بیتکوین نداره، کارش کامپیوتر نیست، با یک همچین آدمی اون حرف دل تو از دهن اون آدم در میاد، یا معادل فارسیش از دهن مثلا یکی مثل امیر جوادی در میاد که خیلی هم آدم نازنینیه، خودشو نمیشناسم اینجوری بگم، خیلی حرفای نازنین میزنه واقعا، هرچی از دهنش در خودشو در حد تلگرامی مسیج اینا میشناسم، ولی فارسی شده یه حرفای هایک رو از دهن این آدم این نقل و نبات میشه برات، میبینی که حرف دل تو داره زده میشه که اینا به چه حقی فکر میکنن که پدر ما، اینا خودشون از کجا فکر میکنن که درست فهمیدن. اینقدر میری عقب، این تغییراتی که اتفاق میفته برای من به مدد بیتکوین بوده. آره من قبلا به فلسفه گوش میکردم، نمیدونم از یه پادکستی هست اسم فیلاسوفایز دیس، اگه گوش نکردی بهش برخوردم، اوکی، استیفن وست، خیلی پادکست خوبیه، ما اونا گوش میکردم، ولی خب یه جورایی مثل تاریخ بود برام همین فلسفه، یعنی اینکه اینم هست اونم هست، شرودینگر هم هست، نیچه هم هست، فلانم هست، فلانم هست، فنومنولوژی هم هست، اینا هست، ولی الان برام مسئله است این به خاطر بیت کوین. از نظر من یک چیزی به اسم دانش مطلق، اون چیزی که بهش میگن فکر کنم میگفتن لاپلاس آل نوینگ ویزدام، یک مطرح میکنه، نمیدونم اسمش رو شنیدی یا نه، یه همچین چیزی وجود نداره، شدنی نیست، و ما از چه طریقی به سمت اون دانش مطلق میریم؟ از طریق تنوع مختلف روش انجام، ببخشید، از طریق امتحان همه راه‌های ممکن و جمع کردن همه راه‌هایی که به نظرمون درست بود، از طریق فهمیدن این که کدوم راه‌ها غلطه. توی رشته کامپیوتر، بچه‌ای که رشته کامپیوتر خونده باشن، یه جورایی شبیه ژنتیک الگوریتم، همین می‌خواستم بگم، یه چیزی مثل کاری که فرگشت توی طبیعت می‌کنه. آره آره آره، توی رشته کامپیوتر خیلی دقیق‌تر چیز میشه گفت، یعنی چون معادل سازی شده، فرموله شده، ژنتیک الگوریتم، چیزی مثل فرگشت میشه. خیلی هم در این نتایج چیزا رو از دست میدیم، ولی کلا بحث معرفت شناسیه و این اتفاقاتی که برای من انجام داده، به علاوه این که باعث شد که یه مقداری هم
اعتماد به نفس خیلی بهتری پیدا کنم، چون مسئولیت مجبوری به پذیری، مجبوری اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنی. این جمع شدن در دیگران رو نیاز نمیبینی در همه جا حل بشی. نتیجهش این دیگه مثلا نیک نیم من الان مثلا چه میدونم کینگ جورج دسترت نیست، استمد دویومه، چون یونیکنس خودم هم دوست داشتم، علاقه دارم. اون یه چیز دیگه عجیبی که بگم اینه که مثلا اپریشییت میکنم الان سنت ها رو، یعنی رفتی به بیتکوین نداره، خب این اصلا رفتی به بیتکوین نداره مستقیما، ولی نتیجه تفکر روی این روش شناسیه که مثلا این معرفت شناسی که اینا مطرح میکنن، که تو سنت های خودت رو نتیجه یک تکامل میدونی. اون کاری مثلا چه میدونم پدر بزرگ دیگه میگه که به همدیگه احترام بذارین، دروغ نگین، مثلا آدم دروغگو واقعا ذاتش خراب میشه، اینا نتیجه سنت هایی که تکامل پیدا کرده، کسی نشسته رو اینا فکر کنه. یه کسایی که اینجوری نبودن خیلیشون مردن و اینجوری به ما رسیده. این اپریشیشن رو من دارم اتفاقا. یه ارج نهادن به سنت ها. آره یه متنی هم فکر کنم تو کانالم هم گذاشتمش، از یادم رفته از کیه، ولی یه متن در مورد هایک و سنت ها، که هایک در مورد سنت ها صحبت میکنه. این هم نتیجه این فرموله شدنه، قوام یافتن تفکرم نسبت به سنت. سنت رو دوست داشتم بعضی سنت ها رو، ولی این که فرموله بتونم بکنم قوام یافته باشه به خاطر این بود که از یه جایی شروع کردم رفتم توی پی بیت کوین و نخش تمومی نداره، سر نخش رو گرفتم و ته نداره. حرف هایی چی بوده اگر الان یادت میاد بخوای نخل خورد کنی؟ ببین یه متن 5-6 صفحه‌ای بود. آه ولی اوکی. یه چیز جالب در مورد همین پروتکل ها که فقط این اجتماع ها نیستن که پروتکل ها رو میسازن، گاهی پروتکل ها هستن که اجتماع ها رو نگه میدارن. یه جمله جالب داره که معادل یهودیشه، ولی معادل فارسیش هم میشه گفت. معادل یهودیش اینه، میگه این سبت نیست که یهود را زنده نگه چی این یهود نیست که سبت را زنده نگه داشته، این سبت است که یهود را زنده نگه داشته. معادل فارسیش هم میشه مثلا این ایرانی ها نیستن که نوروز رو نگه داشتن، نوروزه. این نوروزه که ایرانی ها رو نگه داشته، یک جامعه کرده. این یک اثری از چیزاییه که مثلا نتیجه دنبال این نوع نگاه دویدن بوده، نگاه معرفت شناسی که اونو دارن. در مورد پول فیات و اینها و مزراتی که داره و اینها یه مقدار، حالا یه سوالی هم کردم که ممکنه همچین برافروخته و برانگیخته بکنه که زیادتر در مورد صحبت بکنی، ولی خب شاید خیلی ها که پادکست رو دنبال میکنن با مفهومی مثل پول فیات آشنایی چندان نداشته باشن. بعد آخر من هم پادکستم از هر دری سخنی هست، واقعا با تغذیه شروع کردم بعد دیگه همه سمت داره میره. و حالا میخوام واسه یه کسایی که آشنایی ندارن در مورد فیات بگی و اینکه چه مضراتی میتونه داشته باشه، تفکراتی رو که به حال در پی بیت کوین تو ذهنت شکل گرفته، چیزایی که باهاشون آشنا شده، اینها رو با همون در میون بذاری. یکی از چیزایی که نتیجه آشنا شدن من با بیت کوین بود این که این کثیف شمردن پول چیز درستی نیست. پول چیز ارزشمندیه، پول تنها نماد قابل فهم و قابل انتقال ارزش به صورت مستقله که ما داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من میتونم چیزای معمول رو بگم ارزشش برای من چقدره، به تو منتقل کنم بگم این برای من ارزش اینقدره. گاهی این چیزا قابل ارزش گذاری، گاهی اوقات هم واقعا قابل ارزش گذاری هم نیست، ولی خب تو میتونی تبدیلش کنی، میتونی بری بچه یکی رو گروگان بگیری و بگی که کل زندگیت رو برای من بریز به این حساب، و واقعا طرف این کار رو میکنه، میفهمی که کل ارزش های زندگیش، ارزش مادی زندگیش این بچه بیشتر. این اتفاق میتونه بیفته، تنها چیزیه که ما داریم. بعد تو
با پول میتونی راست بگی. پول زبان، بخشی از زبانی که دروغ نمیتونی بگی باش. تو هر چیزی که بابتش پول میدی واقعا یک هدف که تو خودت میخوای براش وجود داره. ببین من میتونم بهت بگم که من از اون عینک تو خوشم نمیاد، در حالی که ازش خوشم میاد، این دروغ. ولی اگر من به تو پول بدم بابت اینکه اون عینک تو بری بشکنی، نمیتونم دروغ گفته باشم. به اندازه اون پولم نشون دادم که تو اون عینک تو دوست نداری. سر شرط بندی ها مثلا میتونی این چیزا رو داشته باشی. این خیلی درک جدیدی به من داد که چرا پول رو، مدل فارسی خوب براش ندارم، چیز میکنن، کثیف میشمارن، بعد منبع شر میشمارن، منبع شر میشمارن، منبع خیلی بدش میکنن، در حالی که اینطوری نیست. حالا اینه که گفتیم، بعد بگیم که من پس میتونم به صورت لوسلی کاپل، به صورت گل و گشاد میخوام جای پول یه چیزی دیگه بذارم. من میخوام به صورت گل و گشاد به جای پول بگم هر چیزی که خوب است. این تو بابت هر چیزی که برات خوبه رجحان داری، نسبت بهش پول میدی، خب حاضری پول بدی. پس من میتونم بگم که تو تقریبا هر چیزی که برات خوبه معادل یک مقداری پول ارزش داره، و من اگه بتونم این معادل پول رو عوض بکنم، میتونم اون معادل خوب بودن تو رو عوض بکنم. یعنی چی؟ تو میگی که یک گوشی اپل از یک گوشی اندروید بهتر است مثلا. برای اینو چجوری نشون میدی؟ گوشی اپل رو میخری 1,000,000 تومان، گوشی اندروید رو میخری 500,000 تومان ارزان. من اگر بتونم به یک روشی دست ببرم تو بازار و قیمت گوشی اندروید رو بکنم 1,000,000 تومان، کسی که میاد پیش تو و میگه که، یا تو که میری پیش یک کسی و میگه که این گوشی برای من 1 تومان میارزه، این گوشی برای من 500 تومان، دیگه اون مفهوم خوب بودنی که تو منظورت منتقل نمیشه. تو میخوای بگی آقا این برای من نصف این میارده، ولی خب تو داری با این عدده میگی و اون یکی دیگر رو نداری. تو فقط میری به یارو میگی آقا من حاضرم برای گوشی اندروید شما داری 500 تومان بدم. خب طرف نمیفهمه که منظور تو در واقع با این ریلیشن با اپل چیه، یک چیز دیگه میفهمه. خوب بودن و بد بودنی که منتقل میکنی دیگه مستقل قابل انتقال نیست، باید ریلیتیو بری، باید هر دوتا و هر سه تا و هر ده تا و همه اون حالات ممکن رو برای طرف توضیح بده. بعد این دست بردن خیلی خیلی تاثیر داره. مثل این میمونه که واقعا کلمه خوب و بد رو یک کسی بتونه بیاد اینجوری پیچش رو بچرخونه، زورش رو کم یا زیاد کنه، اونم برای چیزای خاص. حتی مثلا تو فکر کن که ما میگیم دروغ گفتن بده، اما فردا که میریم میگیم آقا دروغ گفتن بده، یکی پیچشو چرخونده، بعد دیگه معنی بد نمیده، معنی یک کم خوب میده. بعد بجز این که اون ارزش اون حرف منتقل نمیشه، سنت نمیتونه منتقل بشه، اطلاعات نمیتونه منتقل بشه، و فقط این اطلاعاتی مثل اینکه گوشی اندروید بهتره، یعنی اطلاعات بازاره که باید منتقل بشه، ولی اطلاعات غیر از بازار هم هستش که اینطوری منتقل میشه. یه مجموعه از بدبختی‌ها رو پشت سر هم میاره خیلی زیاد. از این که ساده تریناش این چیزایی که هایک توی کتابش میگه، مثلا میگه که هدایت نادرست منابع رو داریم، تا بدترین هاش که تغییرات اخلاقی جامعه است. ببین توی یه جامعه ای عرق ریختن ارزشه، و تو این ارزش رو با پول نشون دادی. یعنی کار توی جامعه کشاورز بودن، خب هر کی بیشتر عرق ریخته، زحمت کشیده، پول بیشتری به دست آورده. بعد حالا تو بس یه جمله ای داری میگی که کار کردن ارزشمند است، با این پول نشون دادی.
بعد میای یهو در اثر کارهای اقتصادی ناجور که با پول فیات هم انجام میدی یه کاری میکنی که دلالی پول بیشتری داره. خب دلالی از کشاورزی پول بیشتری داره. نتیجه اینه که تو هر چه قدم به مردم بگی آقا کشاورزی از کار دلالی مثلا کار با دلالی نگیم که چیزا ناراحت نشن، دلالا ناراحت نشن، بگی مثلا احتکار، هر کی بگی آقا کشاورزی از احتکار کار با ارزشتری اخلاقی، این پیچو طوری چه شرافتمندانه تر. آره. ولی این پیچو که چرخوندی جامعه نگاهش چی میشه؟ به کشاورز به نگاه کسی نگاه میکنه که کار کم ارزشتر، شخصیتش کم ارزشتر میشه به خاطر اینکه این پیچه چرخیده، به خاطر اینکه این پول دست خورده. به خاطر همینه که نقاشی یه موزی که چسب زدن رو دیوار، اون اثر هنریه رو یادته؟ آره. اون ارزشمند، جامعه الان گیجه. یعنی تو الان چه میدونم 100 سال پیش یه موز میچسبوندی روی دیوار میگفت این ارزش هنری دارد؟ من نه باید میکردم میگفت اندازه موز میارده یا اندازه چه میدونم ایکس میارده. ولی پیچ طوری چرخونده شده که حالا یه موز روی دیوار مثلا از نقاشی فرشچیان که دست باف پیرزن چابهاری باشه ارزشش بیشتره. من نمیگم که به چیز اعتقاد نمیخوام بگم که به objective theory of value اعتقاد دارم، اینا رو هم صدقه سر فراز میدونم. دو تا theory of value وجود داره، objective و subjective. یک کدومش هست میگه که آقا شما هر چقدر کار کرده باشی برای یه چیزی باید اون چیز ارزشمند بشه. خب من نمیگم آره، مثلا در واقع یه جورایی خنده‌دارترین مثالش اینه که میگه یه چاه 100 متری که هیچی هم از تهش نیست از یه نمیدونم یه چیز چون خیلی زحمت کشیدن چاه 100 متری رو کندن خیلی باید چیز ارزشمندی باشه، ولی خب ارزشی نداره چون هیچ تهش نیست، چه استفاده ای نداره، تو آدم ها میفته توش میمیره بعد بهش دردی نمیخوره. حالا این که باز خود objective theory of value با subjective theory of value در یک حالت خاصی هماهنگی هم دارد به کنار، کلاً یه داستان دیگه است. ولی من نمیخوام بگم به اون اعتقاد دارم، میگم این پیچه رو اگر دولت نیاد با این که بگه که مثلا اثر هنری تکس دارد یا ندارد دست بزنه، احتمالاً این اتفاق نمیفته که یک موضوع روی دیوار انقدر ارزشمند بشه یا از هنر الان، یا حداقل اگرم اونم ارزشمنده، هنر وسیله تکس ایویژن فرار از مالیات نمیشه. این نتیجه سیاست گذاری های دولتی دخالتشون توی بازار. حالا بدترین نوع این دخالت های غیر چیز بود، غیر پولی بود. بدترین نوع دخالت چیه؟ این که میاد میگه که از نظر من کار کردن شما از هر چیز دیگه مهمتره. یعنی اقتصاد از نظر من اینه که افراد کار بکنن. برای این که افراد کار بکنن، یعنی شما اگه شغلتون این باشه که چاه بکنید، چاه خالی بکنید، ولی بابتش درآمدی کسب بکنید که اون درآمدم بی‌معنی باشه از طریق چاپ پول باشه، میگه این از نظر من از همه چیز مهمتر، ارزش این از همه چیز مهمتره، پیچ ارزش اینجا رو میخواد بچرخونه و فکر میکنه که تأثیر اساسی روی جای دیگه نداره، در حالی که این تأثیر روی همه جای بازار میذاره، از اتفاقی که برای هنر میفتد تا بعد هر چقدر این پیچو بدتر میچرخونه، بیشتر میچرخونه، بدتر میشه، چون اتفاقی که میفته یک حلقه بازخورد منفی فاسد کننده ای رو ایجاد میکنه. تو پیچو میچرخونی، تک و فامیلات پولدار میشن، تک و فامیلات کارهای بیخود میکنن، برای کارهای بیخودشون پول میخوان، عدد میخوان که پول بیشتر بچرخونی و این هی میچرخه و هی بدتر میشه. شما وقتی میبینی که توی کشوری که تورم بالاست، افراد بسیار پاچه خوار، افراد بسیار
کسایی که فقط دم تکون دادنشون خوبه پولدار میشن و دم تکون دادن تبدیل میشه به ارزش، نتیجه این پول فیاته، یعنی یکی از نتیجه هاش. نتایج دیگه هم داره که من نمیدونم. البته یه چیز دیگه هم بگم، بچه‌هایی که بیت کوین خوندن مثل مرشه کامپیوتر یکم باید حواسشون باشه که ماها داشتم اون کامپیوتر سوادمون در حد خودمونه، یکم افتادن باشیم، حواسمون این قضیه باشه که فعلا بهترین نمود پولی که تا کنون وجود داشته یا بهترین نتیجه‌ای که تا کنون گرفتیم از یه پولی مثل پول فیات آمریکا بود، مثل دلار بود. حالا ممکنه که مثل آقای جوادی بگه که ما نباید اونجایی که هستیم رو با اونجایی که در گذشته بودیم مقایسه کنیم، بلکه باید با اونجایی که میتوانستیم باشیم مقایسه کنیم. ولی به هر حال باید حواسمون هم باش که نمیخوایم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. برای همین بیت کوین که یه حالت opt in داره، یعنی شما میتونی بیای تو بدون این که بری بانک مرکزی آمریکا رو آتیش بزنی، و هر موقع هم که فهمیدی این اشتباهه میتونی بیای بیرون بدون این که لازم باشه کل بیت کوین آتیش بزنی. یک راه حلیه که از نظر ما راه حل انقلابی و خطرناک نیست. انقلابی معنی خطر انقلابی، همین نمیخواستم یه توضیح داده باشم. یه انقلاب سلامی میزه. در مورد اون اثر هنری اتفاقا یکم متعجب شدم که چیزایی رو گفتی که خیلی با دیدگاه من هم هماهنگه، چون که چنان که یادم میاد، حالا شاید خب من توی گروه ها زیاد وقت نمیذارم چون که باید بنویسی، اگرم که پیام صوتی بذاری خب کسی گوش نمی کنی، کسی وقت نداره بیاد پیام صوتی رو تو گوش بکنه. منم مخصوصا اگر پیام صوتی بذارم میرم منبر حسابی، مثلا ممکنه کم کمش 4 دقیقه طول بکشه. به هر حال خیلی بحث رو ادامه ندادم، ولی یادم فکر میکنم همین عکس موزه رو گذاشته بودی و گفتم بیتکوین فیکسز دس، بیتکوین اینو هم اصلاح میکنه، اینو هم درست میکنه. و یادم میاد مخالف این صحبتم بودی، گفتی فکر نکنم، و منم یه صحبتی رو، یه نقل قولی رو، نکته ای که گفتم در مورد بود، گفتم که سیاستی که این شرایط رو برای اثر هنری ایجاد کرده سیاست تکسیشن، سیاست پولی نیست. ببین فیات، شما میتونی فیات داشته باشی ولی نگه آثار هنری تکس ندارن، و بعد این وضعیت رو ایجاد نمیکنه. ببین این توی ایتریوم هم خیلی هست، یه اتفاقی که توی دنیای NFT خیلی افتاده، اینکه شما از طرف به دنبال یک ترانزکشنی، نه به دنبال یک مبادله، یعنی یک ترانزکشن رو کاغذ میخوای که یه اسم داشته باشه. ببین من از تو ببخشید، من از تو یه دونه پفک بخرم، یک مبادله اتفاق افتاده که همراهش یک ترانزکشنه. برای من و تو این مبادله مهمتره. این ترانزکشنه روی کاغذ ها توی حساب کتابمون نوشتیم، این کمتر اهمیت داره. خب اما اگه من از تو یه پفک بخرم و در ازای هر پفکی که از تو خریدم 100 برابرش از مالیاتم کم بشه، و در ازای هر پفکی که تو فروختی 100 برابر از مالیات تو کم بشه، ما این رکورد آف ترانزکشن، این حساب کتابه برام مهمتر از این مبادله هست. یعنی من حاضرم بیام اونجا بگم آقا تو بدن پفک من میگم من ازت یه پفک خریدم، تو هم میگی آره منم فروختم، ولی خب جنس نداریم دیگه، تو هم که لازم نداری، بذار باشه برو همون، من اینجا برات میزنم که مبادله اتفاق افتاد. این اون اتفاقیه که توی چی دم میفته، توی ایران برای وام های جهازیه این اتفاق میافتاد. دولت به شما میگفت شما برو رکورد اف ترانز، من به تو وام میدم برای جهازیه به شرط اینکه بری رکورد اف ترانزکشن بیاری که من رفتم یخچال و جهیزیه اینا خریدم، جهیزیه. بعد تو میرفتی پیش یه چیز، میرفتی پیش یه لازم فروشی، لازم خانگی فروشی، میگفتی آقا من میخوام از تو مثلا ده آفرین رکورد اف ترانزکشن رو بهت میدم. حالا ولی خب رکورد اف ترانزکشن نباید خیلی چیز باشه،
خیلی تابلو باشه دیگه. حالا فاکتور خالی برات میذاره، ولی تو پیش یه چیز که میری مثلا میخوای واقعا تکس ویژن بکنی با اثر هنری، نمیتونی بری بگی آقا من اثر هنری فروختم هیچی هم نبود. باید یه چیزی تولید کنی، یه چیزی باید بذاری اونجا تو یه آکشن یه چیزی فروش بره. و تو هم میخوای سعی کنی حداقل خزینه رو کرده باشی، چون هر چقدر اینجا کمتر هزینه کنی بیشتر اونور سود داری دیگه. تو برای اون تراکنش ایجاد بهترین حالت اینه که تو تراکنش رو ایجاد کنی و به دولت بهت بگه که این هیچی خرجش نکنی، بری به دولت بگی من بابت این تراکنش اینقدر تکس چی میخوام، تخفیف مالیاتی میخوام، بهم بدین، اونم بگم باش. ولی خب اینی که قبول نمیکنن، تو مجبوری اینور یکم خرج کنی، یکم لجیتیمیت به نظر بیاد. هر چقدر کمتر خرج کنی بهتره. بنابراین هر اون آثار هنری تبدیل میشن به حالتی که بیش مینیمم تلاشی روش انجام میشه که اثر هنری به نظر میاد. مینیمم تلاشی انجام میشه که این راضی بشه که باشه تو رفتی اثر هنری خرید. یا اگر واقعا بخواد دولت ایران گیر بده که چرا جایزه رو رفتی مثلا یخچال دروغایی که خریدی، تو میری یه جایی مزخرف‌ترین یخچال ممکن رو میخری، ولی با گرون‌ترین قیمت ممکن. مینیمم پرداخت رو داشته باشی، ولی برای حد اکثره باشی. این اون مشکل رکورد آف ترانزکشن. این برای این NFT هم اتفاق میفته. برای هر چیز دیگه‌ای که تو رکورد آف ترانزکشنت مهمتر از خود مبادلته، این اتفاق میفته. بسیار عالی. حالا نقدی که به NFT ها داری و اتفاقی که تو NFT ها میفته از چه جهت مشابه این قضیه هست؟ میتونی در مورد این هم توضیح بدی؟ ببین NFT ها همشون این مشکل رو ندارن. یه مسئله هست که اگه کسی میخواهد برای چیز برای تکس ویژن از NFT استفاده کند، این وضعیت برای توی NFT ها هم صادق مثل چیزه، مثل هنر دنیای واقعی، با این اختلاف که شما اونجا موضوع میخواستی بچسبونی به دیوار، باید میبردی توی یه آکشن درست حسابی، دسته نمیدونم کالکشن درست حسابی، یا آدمی که معروف هست باید میومد میخرید و اینجور چیزا که بتونی اگر میخوای تکس ویژن کنی بتونی تخفیف مالیاتی، فرار مالیاتی بکنی. اینجا شما یه سایت داری و یک هنرمند ناشناس. یعنی من کل کاری که باید بکنم اینه که به تو بگم که بلدی چیزی بزنی، تا میگی آره من PDF نقاشی با پینت میکشم. میگم خیلی خوب، نقاشی تو با پینت بکش ببر فلان سایت آپلود کن. آپلود که کردی من ازت 100 میلیون تومان میخرم، ولی 99 میلیون تومان شده پس میدی، 1 میلیون تومان کاسب میشه برای نقاشی که با پینت خریدی. قبوله؟ تو میگی قبوله. این کار راحت اتفاق میفته. ولی این برای تکس اون یه ایراد به NFT نیست، یه ایراد به نظام مالی هست که میخواد به مردم یاد بده که مثلا میخواد فکر میکنه از مردم باهوشتره، فکر میکنه پدر مردمه و به مردم رو به سمت هنر هدایت کنه و مثلا میگه که تکس ندید. این اصطلاحی که بچه های اتریشی ایران به کار میبرن، میگن توهم دانش داره و شهوت کنترل. توهم دانش، شهوت کنترل، این رو با هم کنار هم استفاده میکنن. توهم دانش داره و شهوت کنترل. ولی اون چیزی که من ایرادی که نسبت به NFT ها دارم اینی که اصلا ایرادم نسبت به NFT ها نیست، نسبت به افرادی که NFT ها رو میفروشن. خب شما بسته بندیش نادرسته، تحت یه عنوان دیگه ای میفروشن. روغن مار چیز بیخودیه. خب اگر کسی بیاد روغن مار رو بفروشه بگه من روغن مار میفروشم، این هیچ ادعایی هم نمی کنم که چیکار میکنه، من فقط روغن مار میفروشم، شما بیاین روغن مار بخرید. ولی به معنی اینکه این آدم بگه که روغن مار برای فلان کار استفاده میشه، باید یه رابطه‌ای بتونه برقرار کنه بین این دوتا کار. مثلا من یادم خیلی سر مسئله اینکه NFT مالکیت نیست بحث کردم تو توییتر با افراد مختلف، خیلی زیاد بحث کردم. چرا؟ چون داشتم به اسم مالکیت میفروختم NFT رو. میگفتن NFT مالکیت اثر هنریه، در حالی که NFT مالکیت اثر هنری نیست. با تعریف سنتی مالکیت، با تعریف سنتی intellectual property، این مالکیت نیست، این ادعاه، کلیمه. تو میتونی کلیم رو
خود کلیم رو بفروشی که یک هشه فقط، ولی این کلیم با هر حالت، با هر حالت دیگه میتونه اتفاق بیفته و کسی دیگه بفروشه. و این یه ایراد بود که نسبت بهش داشتم. مورد دوم این که میگفتن این دیسنترالایزه. ببین بین هر چیزی که در دنیای واقعیه و هر چیزی که در دنیای مجازیه بخوای ارتباط برقرار کنی، مشکلی داری به اسم اوراکل پرابلم. کار ساده ای نیست حل کردنش. یا باید یک دونه مرجع داشته باشی که یه بایگانی داشته باشه، تو بری بهش یه عکس بدی بگی من میخوام این عکس رو NFT کنم، بره به تو بایگانیش عکس‌ها رو، همه عکس‌ها رو نگاه کنه، همه رو، بعد بسنجه که این عکس تو تکراری هست یا نه. و این تکراری بودن هم خودش یه سوال دیگه. اگر یه عکسی باشه این عکس تو باشه ولی یه پیکسلش فرق داشته باشه، آیا عکس توه یا نه؟ اگر 90 درجه چرخونده باشنش، عکس توه یا نیست؟ اگر جاش تغییر کرده باشه چی؟ اینا رو یک مرجع، یه اتوریتی انسانی خودآگاه باید حل کنه. اگر بخوایم اینو حل کنیم، این بخوام این کار رو انجام بدیم، این دیسنترالایز نمیشه و تو خودت هم به تنهایی نمیتونی وریفای کنی. اندیویدوالی وریفایبل نیستش که این همین یه دونه است. یعنی یه عکس اگر به تو اگر یک عکس به تو بدن بهت ببخشید بگن که آیا این عکس فقط همین، از این عکس چند تا NFT وجود دارد، با هر وریشنی که تو میتونی در موردش تصور کنی، تو نمیتونی در موردش نظر بدی. به این میگن reverse indexing problem. ایندکس که میکنم، من میگم عکسی که تو به من دادی شماره 90ه، از به بعد هر موقع شماره 90 رو دادی من میگم این مال اون عکسه، ولی تو نمیتونی یه عکس دیگه بیاری بگی که آیا شبیه به این عکس جایی داری، اگه داری شماره هاشو بده. من فقط میتونم از 90 به عکس برسم، از عکس نمیتونم راحت به 90 برسم، مگر اینکه یک سیستم متمرکز داشته باشم، ایندیویدوالی برای پای بزنیم. و در نهایت یه ایراد فلسفی هم نسبت به قضیه NFT ها داشتم. کالکتبل ها بی ذاته، البته این ایرادم ایرادی که دیبیتبل، میتونن با بحث کنن، میشه روش بحث کرد، جای مجادله زیاد داره. ولی کالکتبل باید هر چی دیگه، اجسام، چیزایی که جمع آوری میکنی، کالکت میکنی، به خاطر اینکه کمیابن کالکت میکنی، و چیزی که کمیاب نیست رو اگر کالکت کنی کسی برای خود، نه برای خودت ارزش، ممکنه ارزش ذهنی داشته باشه برات، ولی ارزش مبادلاتی نداره، چون به عنوان کالکتور ارزش مبادلاتی هم باید در نظر بگیری. ولی کمیابی مفهوم اینترسابجکتیو، یعنی من نمیتونم بگم آی ملت از این دستمال کاغذی فقط یه دونه هست با این تاها. آره تو میتونی حتی بگی آره احتمال زیاد با این تا و این چین و چروکی که تو داری از این دستمال کاغذی یه دونه هست، ولی این رو نمیتونم من بفروشم. چرا؟ چون بقیه مرد باید بین بقیه مردم یک تا بودن و مهم بودن، روایت پشت این دستمال کاغذی یه روایت مشترکی باشه، این مفهوم اینترسابجکت. اگر من این دستمال کاغذی، همین دستمال کاغذی بیارم بگم ملت این دستمال کاغذی مال هیتلر بوده، حالا میتونم احتمالا بفروشمش، چون یه روایت به وصلش میکنم به یک روایتی که همین الان در فضای بین الاذهانی مردم زندگی میکنند، حالا احتمالا قابل فروش میشه. برای آثار هنری که دیجیتال هستن، شما اگه بتونی به یک روایتی که همین الان در بین اذهان زندگی میکنه متصلش کنی، مثل کارهایی که این چی بود، بیتل نبود اسمش، شادم رفت، یه اثر، یه هنرمند بود خیلی چیزای گرونی فروخی، چند تایی اثر هنری خیلی گرونی فروخی. التن جان نبود؟ نه توی همین چیز ماشینش بود خیلی گرون. نه تو فضای NFT چند تایی گرون ترین اصلا نمیشه، اصلا نمیشه. یه آدمی بود که، ولی اون آدم قبلا تو فضای بین الاذهانی زندگی میکرد، خودش وجود داشت، برای همین میتونست کالکتبل بفروشه. شما اگه بخوای کالکتبل که در فضای بین الاذهانی قبلا یک چیزی روایتی براش وجود نداره بخوای بفروشی، نیاز داری که یک فرایند چه روایت سازی رو انجام بدی، و
فرایند روایت سازی میتونه یه چیزی مثل این باشه که به یه سلبریتی بگی که بیاد اینو پروموت کنه که یک فردیه که قبلا وجود داشته، میتونی از طریق فروش گران به خودت این فرایند رو انجام بدی. یعنی کسی قبل از اون که اون قایق، یه قایق NFT بود، یه عکس یه قایق بود، فکر کنم 10-20 میلیون دلار، 1 بیلیون دلار، یه مبلغ خیلی عجیبی فروشه. اون روایتی برای اون در فضای بین الافغانی وجود نداشت، ولی طرف اومد یه، من حدس میدنم ممکن اشتباه بکنم، یه بار اون رو میفروشه 1 میلیارد یورو به خودش و خبر پخش میشه، اون ریپل افکت اتفاق میفته، حالا یه روایت براش وجود داره، حالا میتونه این رو شاید نه، شاید نه 1 میلیارد تومان، شاید ولی مثلا شاید 300 میلیون تومان شاید بتونه بفروشه در یک فرایندی، نمیدونم، احتمالش هست. و آخرین در همین راست روایت سازی، اون چیزی که برای من در نهایت ایجاد میشه اینی که تو با NFT میخوای یک ساختار روایت سازی رو بسازی، یک کارخونه روایت سازی. وقتی یک کارخونه ساختی از کالکتبل، دوچار یک مشکلی میشی به اسم، من اسمشو گذاشتم Unlimited Objects، یعنی بی نهایت نقاشی هایی هستن که لیمیتد هستن، بی نهایت ایکس. برای همین مثلا یه فرش که نقشه داره معمولا یه لیمیتد آبجکته به خاطر نقشه‌ای که داره، فرش های دست باف مثلا، ولی تو فرش ماشینی رو با همون نقشه نمیپسندی، بابتش اونقدر قیمت نمیدی، نه به خاطر اینکه بابتش کار نشده، به خاطر اینکه فکر میدونی که آقا جان این ماشینه، این تولیدش برایش 5 دقیقه طول کشیده، مردم یه دونه دیگه آن لیمیتد از این فرشا میتونه همین دستگاه تولید کنه، آن لیمیتد لیمیتد آبجکت میتونه درست کنه. اینو مشکلیه که به وجود میاد. بعد سر این قضیه مثلا برندها سعی میکنن این خیلی از برندها تو این قضیه نون میخورن دیگه، مثلا لوی ویتون و نمیدونم سوپریم و اینا، برندهایی که فقط لیمیتد آبجکت میفروشن، سر این قضیه سعی میکنن این روایت اینکه آبجکت های ما لیمیتد هستن و کم محدود هستن، این روایت رو تو ذهن فضای بین الافغانی نگه دارن. برای همین هم هستش که اگه اجناسشون از یه حدی بیشتر شد فروش نرفت، میرن میسوزوننش، معدومش میکنن، از بینش میبرن، برای اینکه اون چیزی که میفروشن اون روایت هست نه اون جنسه. مثلا همین سوپریم آجر فروخت که روش نوشته آره، سوپریم آره یادم، سوپریم آجر فروخت، ولی چرا 100,000 شرکت مثل سوپریم نداریم؟ اوکی. یه چیزی حالا خیلی به قبل برمیگرده، این کیف پولم رو که اینجا باز کردم دیدم که اون لیبلی که گذاشته بودم روی یکی دیگه از سیستمام بود، اینجا روی این سیستم نشون نمیده، پس نشون میده که لیبل گذاشتن، برچسب گذاشتن یک روشی برای ثبت یک پیام در بلاکچین نیست متاسفانه. نه. آره، اینم یه دیگه شاهد دیگه ای که اومد اینجا که خط خودمو نمیتونم بخونم. و در مورد بیمی اول فصل که گفتی و کامپیوترهای کوانتومی، خب کامپیوتری که کوانتومی اومد ما چیکار بکنیم اگر بیمی اول فصل نداشته باشه؟ حالا اون بنده خدا که بیمی اول فصل داره، ماها که نداریم دیگه، بیت کوین دود شد رفت هوا. احتمالاً این مسئله کامپیوترهای کوانتومی مسئله جالبی. من در این مورد یه توی یه کدوم از همین رومایی که مال 20 بود، یکی آورده بودن، یک کریپتوگرافر آورده بودن، نه کریپتو باز فهمی، یکی مثلا کسی که رشتهش کریپتوگرافی بود، این در این مورد آلمان آورده بودن. آره، یک آقای نمیدونم چی فون اسمش هم فون داشت، این در مورد صحبت کرد. خلاصش این که بدون هارد فورک قابل حل نیست، باید هارد فورک کرد. برای چنان شرایطی از لحاظ پروف آف کانسپت ما آماده هستیم که بیت کوین، یه مشکلی داریم این که به اندازه سایز بلاک به شدت بزرگ خواهد شد،
شدت ریخ برای ماها به شدت، نه برای مثلا بی اس وی ها. اونا مثلا داش مطرح نیستن در سایز بزرگ. ما مثلا میگه اگه فلاگ 4 برابر بشه خیلی بزرگه، حدود 4 تا 10 برابر یا چنین چیزی میشه مثلا بلاک به جای 1 مگی 10 مگی احتمالاً مجبوری داشته باشی. این شرایط هست و البته که دوچار یه آرمز ریس هم میشیم دیگه، یعنی تو میتونی بلاک رو 10 برابر بریم تا ابد نمیشه. آره یه نبرد، یه نبردی میشه که ما بلاک‌ها رو بزرگ میکنیم که زور اونا نرسه، بعد یه مدت اون زور اونا میرسه، بعد ما بلاک‌ها رو بزرگتر کنیم که زور اونا نرسه. ولی خب یه مشکلات ذاتی هم همراهش هست. مشکلات ذاتیش هم شامل اینه که با بلاک‌های قبلی چه کنیم. این که یه راهی پیدا کنی که کسی که تراکنش خودشو قبلا امضا کرده بدون اینکه کلید اون خصوصیشو عمومی کنه یا از کسی بخواد بپرسه و اینا، بتونه تراکنش جدیدش که روی بلاکچین جدیده و امضاش متفاوت شده رو دوباره امضا بکنه. این داستان میشه، این یه مقدار داستان داره. منم نمیدونم چطور قابل حل، اصلا ایده ای هم ندارم، ولی امیدوارم، خیلی نگران نیستم، چون اگر کامپیوترهای کوانتومی به اون حد برسن که بتونن هش ریورس کنن واقعا یا بتونن امضای پی جی پی رو بشکنن، اینا ما مشکلاتی فراتر از بیت کوین خیلی زیادی داریم. یعنی تنها توی این قضیه نیستیم، با همه دنیا با هم کشتی در حال غرق شدن میشه، هممون با هم با خودمون نجات بدیم. اتفاقا اونا باید، اونا احتمالاً چششون پی بیت کوین، یعنی کارهایی که بیت کوین میکنه انقدر که روی چیز حساسیت دارن، روی امن بودن پروتکل حساسیت دارن، یه سری پروتکل ها توسعه میدن، یه سری کارهایی میکنن که به درد بقیه میخوره. یعنی من فکر میکنم که اگرم یه زمانی کامپیوتر کوانتومی بیاد، بیت کوین راهشو پیدا کرده و آپگرید کرده، بعد مثلا دولت آمریکا و نظامیای آمریکا اینا بیان بیت کوین کور دیولپرا رو ببرن بگن آقا بیا شرایط بیا ما هم نجات بده. یه همچین حدسه، البته خیلی حدس بی خود و رو هوایی که من دارم میزنم، منم سواد خودم دوست دارم اینجوری باشه، اینجوری بگم. یه چیزی که این آنتونوپولوس رو نمیدونم، اندریاس آنتونوپولوس پولوس رو دنبال میکنین، میگفت که حالا کامپیوتر کوانتومی میتونه بیاد، حالا الیپتیک کرف، اون نمودار چی میگن؟ بیضوی رو، منحنی بیضوی رو اونو میتونه بشکنه و اون اگر که یک آدرس تراکنش دیگری انجام نداده باشه، حتی همون هم قابل شکستن نیست. حالا این چیزی هست که من خود همه الکتریک کروم اولین بار بود اونجا میشنیدم. گفتم هم که سواد ریاضیاتی من خیلی زیاد نیست، سواد کامپیوتر برنامه نویسی من هم که فقط در حد همون پرینت پرانتز باز کوتیشن مارک هلو ورلد کوتیشن مارک پرانتز بسته، در همین حد خلاصه میشه. ولی چیزی که میگفت اینه که اگر حالا ما آدرس هایی رو استفاده بکنیم، هر بار برای هر تراکنش یک آدرس استفاده بکنیم، حتی همچنان در برابر اون حمله کوانتوم مقاومه. نه مقاوم نمیم، چون اگر یک دونه رو بشکنه دیگه شکستن بقیهش دیگه مسئله زمان. مقاومتی در نداره. مسئله اینجاستش که شما میتونی بهش اینجوری نگاه کنی، ببینی که براشون نمیصرفه. مثلا بگیم من 100 تا بیت کوین دارم توی آدرس، بعد برای اونا بصرفه که این 100 تا بیت کوین رو اون کامپیوتر کوانتومیشون که قطعاً گرونه 5 دقیقه روشن کنن، 1 دقیقه روشن کنن، نیم ساعت، 1 ساعت روشن باشه که این آدرس منو بشکنه و رند یه رند براش تولید کنه که یه پرایوت کی براش تولید کنه که بتونن استفاده بکنن. اوکی. ولی اگر من این 100 تا بیت کوین رو توی 1000 تا آدرس هر کدوم 10 دهم بیت کوینی داشته باشم، خب اینا دیگه اون کامپیوترشون رو به جای 5 دقیقه باید 1000 تا 5 دقیقه روشن نگه دارن. حدس میزنم منظورش اینه. ولی خب شما به محض اینکه چیز بشه،
یک حتی یک دونه آدرس هم بهش حمله بشه و ما بدونیم که حمله از طریق بروت فورس یا کامپیوتر کوانتومی بوده، اعتبار کل شبکه اعتماد به سیستم، این یه سیستمی که به معنای اعتباره. از یه اینه که باید حتما این اتفاق قبل از این که این حمله ممکن بشه رخ بده. پس به نظر من چنانچه از حالا حرفای تو هم دریافت کردم و چیزی که حالا توی خود حرفای ساتوشی هم هست که گفت اگر که مثلا شا 256 شکسته بشه، ما تا اونجایی رو که قابل اعتماد نگه میداریم از بعد از اون ادامه میدیم. ما فکر میکنم راه مقابله این باشه که بیایم قبل از این که اون حمله رخ بده راهی رو پیاده سازی بکنیم، قبل از این که اون حمله رخ بده این کارو کرده باشیم، مثلا این مهاجرت به هارد فورک رو کرده باشیم که دیگه اون موقع وقتی هم که کامپیوتر کوانتومی اومد و قابل دسترس شد و خیلی ها تونستان ازش استفاده بکنم، اون موقع دیگه تهدیدی برای شبکه نباشه. یعنی باید قبل از حمله ما آماده باشه. آره ولی سخته به نظرم، شدنی نیست بین راحتی، چون تو فردا ما بگیم از فردا بلاک 10 مگابایت همه تو لطفا یه دور کوینتون رو منتقل کنید، خب کوینای ساتوشی که منتقل نخواهد شد احتمالا، از کجا میدونی بقیه کوینا منتقل بشه؟ اصلا شاید کسی یه سری از کوینا منتقل نشد، چرا حتی راضی کردن یکی مثل من هم سخت باشه که چرا بخوام مهاجرت بکنم به اون فورک. بعد که رفتیم اونجا تازه یه مشکل دیگه هم هست، اینکه باشه از اینجا به بعد اینجوری، ولی اون قبلی ها که با همون امضای قبلی مونده، یعنی اونایی که کامپیوتر کوانتومی دارن میتونن صاحب اون قبلی ها بشن. خب اون شبکه دیگه بی اعتبار دیگه، توی شبکه جدید میتونن صاحب قبلی ها بشن دیگه، مگر اینکه شما دوری به در نظر بگیری که اصلا توی یه بازه همه کوین ها باید یه دور منتقل شده باشه توی بازه قبل از انتقال تولید کامپیوتر کوانتومی، که تو نمیتونی این بازی رو با اطمینان بگی. پیچیده است، خیلی پیچیده است، مجموعه سوالاتش خیلی پیچیده، زیاد میشه از سطح سواد من خارج شرمنده. اگه بخوام صحبت کنیم به نظرم باید یک آدم باهوشتر و داناتر از من پیدا کنی. حالا من که خیلی نگران چیز کوانتومی نیستم، حمله کوانتومی نیستم، چون به نظر خودم، حالا میدونم که موافق این حرفم نبودی، ولی به نظرم راهی رو واسه یه مقابله باهاش حتما پیدا میکنم، و همچنین اون چیزی که موافقش بودی، این که ما مشکلات بزرگتری رو داریم که اتفاقا بقیه جوامع باید بیان از جوامع بیتکوینی یاد بگیرن و راهکارهایی رو ازشون بگیرن که جلوی شکسته شدن حریمشون راههایی رو برای جلوگیری از شکستن حریمشون پیدا بکنن. و اون آقایی هم که اومده بود بیمه اول پس کرده بود، اونم نباید نگران باشه، چون که اون دیگه بیمه کرده حالا. بله و حالا بریم جونم، حسام هم خیلی پسری بولیه، بچه هایی که نمیشناسنش پیداش کنن توی توییتر و تلگرام و اینا، آدم جذابیه. باشه و حالا بریم سوال سراغ بریم سراغ سوال آبکی برای پایان برنامه. این که مثل این سوال هم نمونه همون سوالایی هست که از من میپرسن که حالا بخوایم زبان بخونیم چیکار بکنیم و اینا. خب من که گفتم سواد برنامه نویسیم در چه حده، حالا البته خب یه کمی اقراق هم میکنم، اینجوری مثلا الگوریتم رو میفهمم، یه سری برنامه های پیچیده تر دو سه سطح پیچیده تر رو هم نوشتم. برای یادگیری برنامه نویسی چه چیزی رو پیشنهاد میکنی؟ یادگیری برنامه نویسی و خوب شدن توی برنامه نویسی، من برنامه نویس وبم، برنامه نویسی دیگر رو نمیشناسم. خب میدونم از هنرستان کار کردم، سی کار کردم، پاسکال کار کردم، بیسیک کار کردم، ولی خب تو اون تخصصی ندارم، یک مدت کوتاهی کار کردم.
اون چی که میدونم در مورد برنامه نویسی اینه که شما باید این شنا کردنه، خوندن کافی نیست، هرچند باید بخونی ولی باید بپری تو استخر شنا کنی. و خیلی هم مهم نیستش که تو کدوم برای اون اوائلش تو چه مدل استخری میپری، چقدر عمق داره، اینجا خفه هم که نمیشی، خیلی اساسیتی نداری. یه کورس نسبتاً مناسب پیدا کن که یا پیدا کنن هر کی میخواد، توی اینترنت هم پره، از جادی بگیر داره کورس پایتون تا کورس توی کورس ارا، کورس رو شروع بکنن و سعی کنن همراهش یه چیزی بسازن، یعنی اون شنا کردن رو شروع کنن و فقط همینه. یعنی بعدش توی یک روند تکراری سعی کنن که هی بیشتر یاد بگیرن، هی بیشتر انجام بدن، درگیر این که برنامه نویس خوبی بشیم نشین، بیشتر درگیر این بشین که تحویلگر پروژه خوبی بشین. یعنی فرق بنایی که بلد 100 تا آجر رو همزمان رو هم بذاره با یک بنایی که کار رو به موقع درست میکنه، تمیز تحویل میده، به اندازه گرون نمیگیره، اون بنا دومی آدم ارزشمندتریه. این که شما بلدی نمیدونم از پیچیده ترین ساختارهای اون زمان برنامه نویسی توی یک هلو ورلد استفاده بکنی این چیز رو نمیخواد. خیلی سعی کن کار مناسب رو با استانداردهای مناسب با کمترین پیچیدگی تحویل بدی و تکرار کنی و تکرار کنی، یعنی هدف تعیین کنی و انجام بدی. فقط هم تمرینه، کار نیکو کردن از پر کردن است. کورس‌های خوبی هم همه جا وجود داره، تقریبا میشه گفت کورس بعد الان دیگه. یه پیشنهادش اینه که یه کورسی اگه انتخاب کردی این سرفصلاشو به یکی از دوستانتون که برنامه نیست بلدی نشون بدین، بگین این سرفصلاست، که بهتون بگه که چه انتظاری داشته باشید در انتظارش. به جز این خیلی کار سختی نیست، کار ساده ایه، فقط مثل هر اسکیل دیگه یاد گرفتن داره. و در مورد این که جونم چی میخوای بگی؟ و الان شروع کنی بهترت اینه که 10 دقیقه دیگه شروع کنی، یعنی که هرچی سریع تر شروع کردن بهتر. اتفاقا همین امروز زار شروع کردم و میدونی من این شروع کردن برنامه نویسی زیادی داشتم، همه شونم تا یه جایی رسیده و متوقف شده چون که دیگه ذهنم نکشیده. اما اینو بگم که توی دوران نوجوانی با الکترونیک خیلی سر و کار داشتم، یه ها دیدم یه ارتباط خیلی عجیبی پیدا میکنم با یه LED که خارج از کامپیوتر تو روشن میشه، اون هلو ورلد که روی کامپیوتر ظاهر میشه یه هیجانی رو واسه من داره، ولی یه LED که بیرون از کامپیوتر روشن میشه، یه صفحه نمایشگر که بیرون از کامپیوتر مثلا میزنه 2 به اضافه 4 2 بهش میدی، بعد 4 بهش میدی مینویسه 6، این برای من خیلی هیجان انگیزه و به خاطر همین با یه چیزی مثل آردوینو احساس میکنم خیلی دارم ارتباط برقرار میکنم. و یه سایتی هم هست Tinkercad که میتونی بردبورد داشته باشی، آردوینو داشته باشی، برنامه واسهش بنویسی بدون اینکه اینا رو داشته باشی و اینا به صورت مجازی اجرا میشه. خودت خدا خیلی امکانات جالبی وجود داره. چیز اینی که میگی رو تحت عنوان embedded systems میشناسن، یعنی تو برای و کاملا قبول دارم خیلی جذاب، بچه‌ای رو میشناسم که واقعا علاقه مندن، روبوتیکای بچه‌های روبوتیکمون خیلی علاقه مندن، میبینید طرف با این چیپش عشق میکنه وقتی کدشو نوشته. ولی خب همون برای همون میگم سرفصل ها رو باید مشخص کنی که بدونی که تا الان میگی برنامه دوره برنامه نویسی C#.NET داری شروع کنی، خب من مثلا میگم که احتمالا برای این کار تو مناسب نیست. عرضم من سرفصل ها رو به یکی بگی بد نیست. همین و پایانم با این به پایان میرسانیم که برای ما بگو که کجا، برای شنوندگان بگو که کجا میتونن دنبالت بکنن و کاراتو دنبال بکنن.
حالا من آدمون اول به صورت بیشرمانه یک سره گفتم چه کانالی هست و چیه هست و حالا یک جا میخوام بگیم. اگر کسی دوست داره نوشتای منو دنبال کنه، کمترم الان می نویسم و به نظرم هم دنبال نکنید، حرف درست حسابی ندارم واقعا. کانال زنجیره است. شکست نفسی نیست، میدونم چیه. زنجیره آندرلاین اف آم توی تلگرام، توی توییتر گابیگاه که نه خیلی با استمد دویوم می نویسم، احتمالا لینکشو بذاری بهتره. و اون گروه سیمرغ هم هست که با اونا فعالم دیگه، توی همینا. اگر هم کسی دوست داشت با من صحبت کنه تو من تو توییتر میتونه پیدام کنه. بعدش آدم اهل صحبت کردن هستم. دست شما در نکنه، خیلی ممنون که خیلی وقت گذاشتی. فکر میکنم رکورد همه مصاحبه ها رو زدیم، از جمله مصاحبه با زیا رو. مصاحبه با زیا هم یه چند دقیقه اختلاف داشت با یکی دیگه از مصاحبه های دیگه، فکر میکنم شد دوم توی طول مصاحبه. مصاحبه بسیار طول. دست در نکنه، خیلی خوش گذشت. امیدواریم که حضوری هم همدیگر رو ببینید. دست در نکنه، یه روز کامیاب باشی. قربونت، خدا نگهدار. امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه. اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و عضوی از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدید بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه. اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست گوش میکنید و دنبال میکنید، لطفاً باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبت‌تر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن. همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره، لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست. البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن. همچنین اکانت پیپل من و کیو آر کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید. اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست، همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.